بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، بحث امروز همونطور که به اطلاع شما رسیده است، عنوانش هست تاریخ به مثابه معرفت رهایی بخش. مقدمتا عرض کنم که هر دانشجوی تاریخی با ضرورت این پرسش مواجه است که چرا تاریخ می‌خوانیم؟ و به عبارت دیگر هدف یا فایده مطالعه تاریخ چیست؟ اگر دانشجوی تاریخی این پرسش رو طرح نکند و برای خود پاسخی درباره آن نداشته باشد، یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده هر دیسیپلین یا حوزه علمی را مغفول گذاشته است. سلام. از حداقل دوران یونان باستان و فلسفه ارسطو گفتند که هر دانشی را سه عنصر یا ویژگی مشخص می‌کند: یکی موضوع یا قلمرو اون دانش یا رشته، دیگری روش مطالعه و تحقیق در اون رشته، و بالاخره هدف از اون رشته. در واقع در بحث امروز من میخواهم تا حدودی به پرسش سوم پاسخ بدم. پاسخ نهایی من هم در عنوان بحث امروز آمده است و اون هدف رهایی بخشی از مطالعه تاریخی است. یعنی علم تاریخ معرفتی است که باید معطوف به رهایی بخشی باشد. رهایی بخشی به عنوان معادل ایمنسیپیشن، نخست عرض میکنم که وقتی از تاریخ سخن میگیم، در واقع از انسان سخن میگیم، زیرا که قطع شد این تصویر من.
صدای ما هست، لطفا بفرمایید. گفتم که وقتی از تاریخ سخن میگیم، در واقع از انسان سخن گفته ایم، چرا که تاریخ فعل انسان است و اساساً انسان است که یک هستی تاریخی دارد و موجودی تاریخی است. تعاریف و مفهوم پردازی های گوناگونی از انسان شده است، از تعریف انسان در ارسطو به عنوان حیوان ناطق یا حیوان سیاسی گرفته تا مفاهیم و تعاریف دیگری که تا زمان ما از انسان شده است. انسان به عنوان حیوانی نمادساز یا انسان به عنوان حیوانی معناساز یا انسان به عنوان حیوانی ابزارساز یا به عنوان حیوانی قصه‌گو، روایتی و روایتگر، تمام این مفاهیم و تعاریفی که از انسان شده است شاید بتوان در تعریف دیگری از انسان چکیده کرد و گفت که انسان حیوانی است تاریخی. یعنی اگر ارسطو گفته است که انسان یک پولیتیکال انیمال هست، با تعریف انسان به عنوان حیوانی تاریخی به طور ضمنی سیاسی بودن یا مدنی بودن انسان نیز لحاظ شده است. فیلسوفان ما، کسانی مثل فارابی، تحت تأثیر ارسطو گفتند و نوشتند که الانسان حیوانون مدنیون به طب. انسان یک حیوان مدنی یا به تعبیر امروز اجتماعی است. اما این تعریف تعریفی عام و جامع نیست، زیرا که انسان به عنوان یک حیوان مدنی میتواند تاریخی نباشد، کما اینکه متاسفانه فیلسوفان ما به بعد تاریخیت انسان اساساً نپرداختند و یکی از نارسایی ها و کاستی هایی که ما در تاریخ تفکرمون داشته ایم به صورت غالب ضعف تفکر تاریخی در فلسفه است. همونطور که در مورد تفکر تاریخی هم
صورت معکوس این نارسایی دیده می شود، یعنی فقد یا ضعف تفکر فلسفی در فکر تاریخی. اما وقتی میگیم که انسان حیوانی است تاریخی، خود به خود روشن است که تاریخیت مستلزم اجتماعیت هم هست. هر تاریخیتی در درون خود حاوی نوعی مدنیت، اجتماعیت، سیاسی بودن و دیگر مفهوم پردازی ها و تعاریفی که از انسان شده است رو حمل میکنه در درون خودش. البته به شرط اینکه فهممون از تاریخ رو از فهم سنتی و ساده معمول دور بکنیم، زیرا که در فهم سنتی معمول تاریخ فاقد تاریخیت است. اگر تاریخیت رو به معنای ناطبیعیت فهم بکنیم و دوگانه طبیعت و تاریخ رو در نظر بگیریم، طبیعت به عنوان یک حوزه ثابت و مکرر و دارای یک ذات پایدار فاقد تاریخیت هست، هرچند که طبیعت کرونولوژی دارد. درک سنتی از تاریخ در واقع نوعی درک طبیعت کرونولوژیزه شده هست، یعنی اینکه ذوات ثابتی در نظر گرفته میشه که این ذوات ثابت صرفا در یک بستر تقویمی و کرونولوژیکی بر اساس گردش افلاک، آمد و رفت سالها و فصول و لیالی و ایام مطالعه میشه. از این نظر هرچند که طبیعت تقویم داره، کرونولوژی داره، اما تاریخ نداره. تنها این انسان است که تاریخ داره، به این معنی که پدیده‌های انسانی پدیده‌هایی هستند که بسته به تاریخ‌مندی اونها ماهیات متحول و متنوعی پیدا می‌کنه. و اینجاست که تحول تاریخ در مقابل ثبات طبیعت قرار می‌گیره. با این درک از تاریخ و ویژگی هیستوریسیته یا تاریخیت هست که میگویم تعریف انسان به عنوان یک حیوان تاریخی شامل تمام تعاریف دیگری که برای انسان شده است نیز می شود. یعنی از آنجایی که انسان حیوانی است تاریخی، تاریخیت اون مستلزم نطق اوست، مستلزم زبانمندی اوست. پس یک بعد تاریخ
زبانمندی تاریخ است. لینگویسیته و زمان زبانمندی، زبان. زیرا برخلاف طبیعت که فاقد عنصر زبانمندی است، انسان از جمله به دلیل زبانمندی است که تاریخ منده. همچنان که زمانمندی انسان هم جزء دیگری از تاریخی بودن این موجود هست. زمانمندی اینجا به معنی زمان تاریخی است، نه زمان کرونولوژیک. چون زمان کرونولوژیک زمان عام و واحد و همه شمولی است که نسبتش با موجودات، به خصوص موجودات طبیعی، نسبت خارجی است. یعنی گویی که زمان کرونولوژی مثل یک رودخانه است که پدیده‌های دیگر به عنوان اشیا غوطه‌ورند در این زمان. زمان کرونولوژی هیچ نسبت درونی و درونزا با پدیده‌های طبیعی نداره. صرفاً معیاری است برای تقویم نگاری. اما وقتی که ما میگوییم انسان موجودی است تاریخی، از جمله به دلیل اینکه موجودی است زمانی، در واقع زمانمندی و تمپورالیته رو یک ویژگی ماهوی در انسان تلقی می کنیم. و درست به همین دلیل هست که ما زمان تاریخی نداریم، بلکه زمانهای تاریخی داریم. همونطور که راینهارد کوزلک، نظریه پرداز معروف اواخر قرن بیستم و اوائل قرن 21 آلمان، به دقت مطرح کرده است، زمانهای تاریخی، و در نتیجه امکان وجود ناهمزمانی های همزمان، یعنی اینکه ممکن است دو جامعه از نظر تقویمی همزمان باشند. به عنوان مثال، هر دو جامعه در قرن 21 و در سال 2020 میلادی باشند، اما از نظر زمان تاریخی ناهمزمان باشند. ناهمزمانی بیانگر سطح تحول و درجه تکاملی است که در میان جوامع مختلف وجود دارد. همینطور وقتی ما میگیم انسان حیوانی تاریخی است، تاریخیت انسان با ویژگی ابزارسازی او نیز آمیخته است. ویژگی که مارکس به طور مشخص و متمرکز به اون پرداخت و سعی کرد تاریخ انسان و تاریخیت انسان رو با ویژگی ابزارسازی انسان و در نتیجه شیوه تولید و نیروهای تولیدی گوناگون در دوره‌های مختلف تاریخی توضیح بده. یا اگر امروز به دلیل اهمیت یافتن بحث نماد و نشانه، توجه به ویژگی نمادسازی و نشان پردازی انسان اهمیت پیدا کرده،
دوباره این حیوان نمادساز، این حیوان نشان پرداز در واقع یک حیوان تاریخی است. تاریخی است و در نتیجه نمادساز است. نمادسازی، نشان پردازی بخشی از زبانمندی انسان است. این تنها انسان است که زبان دارد. حالا چه زبان رو بخشی از نشانه بگیری و لینگویستیک رو و زبانشناسی رو زیر مجموعه سیمیوتیکس یا نشانشناسی تعریف کنی، و یا بالعکس نشانشناسی رو زیر مجموعه زبانشناسی تعریف کنی. در کار بارت، در کار سوسور، بسته به دامنه شمول مفهوم و تعریفی که از هر کدوم از اینها می شود، اینکه ما زبان رو چگونه تعریف کنیم، اگر خیلی گسترده تعریف کنیم نشانه بخشی از زبان می شود، و یا بالعکس اگر نشانه رو خیلی گسترده تعریف کنیم زبان بخشی از نشانه می شود. ولی در هر صورت همه این ویژگی ها نهایتاً خود رو در تاریخی بودن انسان بیان می کنه. انسان چون تاریخی است تمام این ویژگی ها رو داره، و چون تمام این ویژگی ها رو داره تاریخی است. حیوانات دیگر ویژگی که با تعریف ارسطویی ویژگی جنسه و فصل مثلا نطق انسان یا اندیشه انسان یا اجتماعی بودن و مدنی بودن و سیاسی بودن انسان فصل ممیز این موجود است از سایر موجوداتی که با او در جنس مشترکند. این فصل ممیز انسان و تمام این ویژگی ها نهایتاً از این موجود که از نظر جنس مشترک است با سایر حیوانات دیگه، اما به او یه فصل ممیزهی میده و او رو تبدیل میکنه به یک حیوان تاریخی و تاریخمند. پس در همین آغاز باید درک و تلقی خودمون رو از تاریخ و تاریخمندی اصلاح بکنیم، که وقتی من تعریف میکنم که انسان ایز historical animal، انسان یک حیوان تاریخی است، تعجب نکنید. خب همه این ویژگی ها از انسان موجودی می سازد که می توان گفت سه خصلت و خصیصه اساسی که ربط مستقیمی هم با تاریخمندی او دارد رو برجسته می کنه. انسان موجودی است که یک، بالقوه و از نظر امکانی آگاهی دارد یا میتواند داشته باشد. دو، آزادی دارد، یعنی توان انتخاب دارد. و سه، آفرینندگی دارد، یعنی خلاقیت دارد.
هیچ کدوم از موجودات دیگه این سه خصلت و خصیصه ماهوی و امکانی رو ندارند. حتی وقتی که هایدگر از انسان سخن میگه، از دازاین به معنی این موجودی که در آنجا هست، یعنی این انسان معین و مشخص به عنوان دازاین، و میگوید که برخلاف تمام حیوانات دیگر تنها این انسان است که میمیرد و در نتیجه مرگ و مرگاگاهی یک پدیده محض انسانی است. حیوانات دیگه نمیمیرند، حیوانات دیگه از بین میروند، حیوانات دیگه بر اساس منطق کون و فساد در طبیعت میپوسند، متلاشی میشوند، تجزیه میشوند، منحل میشوند و وارد چرخه طبیعت میشوند. اما تنها این انسان است که میمیرد، یعنی مرگ اساساً یک پدیده انسانی است، زیرا که تنها این انسان است که میتواند مرگ رو تصور بکنه پیش از اینکه بمیرد. و این امکان مرگ و مرگاگاهی به انسان یک خصیصه‌ای میدهد که از نظر هایدگر همانا امکان اصیل بودن انسان است. یعنی انسان با مرگاگاهی و افق امکانی معینی که در آینده و پیش روی خودش میبینه، زندگیش رو انتخاب میکنه و از فرصت زندگی تا پیش از آن که مرگش فرا برسه، آنچنان که تصمیم میگیرد و خصلت مصممیتی که در انسان وجود داره، امکان زندگی اصیل رو برای انسان فراهم میکنه. مرگ آگاهی و مصممیت و آگاهی به تناهی و محدودیت و فرصت‌های معینی که در اختیار ما هست، در ما حالتی رو ایجاد می‌کنه که زندگی بکنیم. در واقع زندگی کردن و زیستن باز در اینجا با مرگ و مرگاگاهی معنا و مفهومی پیدا می‌کنه. بلا حیوانات دیگه زندگی نمی کند. آنجایی که آگاهی نباشد، آنجایی که مصممیت نباشد، آنجایی که امکان انتخاب و امکان خلاقیت و تعیین سرنوشت نباشد، زندگی هم در کار نیست. درختان زندگی نمی کند. نباتات و جانوران زندگی نمی کند. اون نوعی بیولوژی، نوعی سازوکار و متابولیزم فیزیکو شیمیایی است که در طبیعت و در موجودات نامی که نمو می کنند یا حرکت می کنند و تغذیه می کنند
و دارای متابولیزم هستند، سوخت و ساز دارند، دیده میشه. اما وقتی ما از زندگی انسان سخن میگیم، از چیزی فراتر از متابولیزم و بیولوژی سخن میگیم. بدین ترتیب ما با انسانی سر و کار داریم که تاریخ دارد و با تاریخی سر و کار داریم که خاص انسان است. دانش و معرفتی که عنوان معرفت تاریخ از اون یاد می‌کنیم، وظیفه مطالعه این تاریخ و به تبع اون این انسان رو بر عهده گرفته. اما اینکه هدف مورخان و تاریخ دانان و هدف چنین دانش و معرفتی از این شناخت چیست، بسیار متفاوت و متنوع در نظریه ها و مکتب های گوناگون و البته به تبع هدفی که معرفت تاریخی برای خودش تعیین میکنه، رهیافت و نوع مطالعه اون هم متفاوت خواهد. در دوران سنتی و در معرفت تاریخی پیشامدرن می دانیم که تاریخ علم عبرت بود. شما تمام آثار مورخان رو، به خصوص اونهایی که سعی کرده اند از کرونیکل یعنی وقایع نامه یا از آنالز یعنی سالنامه کمی پا فراتر بگذارند، به خصوص در میان مورخان مسلمان، با عنصر عبرت فراوان مواجه می شوید و شاید البته این نوع مورخان از این جهت بی تأثیر از کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن نبودند، زیرا در قرآن هم ارجاع به گذشته و اشاره به رخدادهای ماضی و بیان روایت‌های تاریخی چه با زبان اسطوره‌ای چه با زبان غیر اسطوره‌ای و رئالیستی که مورد بحث است البته در میان قرآن پژوهان و در میان مورخان قرآنی که آیا داستان‌های تاریخی قرآن روایت‌های اسطوره‌ای است یا وقایع رئالیستی و واقعی تاریخی است. ولی در هر دو صورت از نظر بحثی که دارم مطرح می‌کنم تفاوتی نمی‌کنه، زیرا که با هر گونه از این دو تلقی ما با پدیده عبرت روبرو میشیم در این کتاب. و بعد مطالعه تاریخ با هدف عبرت، با هدف فراتر رفتن از سطح پدیده ها و فرو رفتن در عمق و باطن اونها برای گرفتن عبرت،
اگر به لحاظ معرفت شناسی و منطقی اون رو تحلیل بکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که این نوع تاریخ، یعنی تاریخ سنتی و مورخانی که ما در گذشته داشته ایم که تاریخ رو علم عبرت تلقی می کرده اند، بر اساس یک پیشفرض چنین کاری ممکن بوده است. و اون پیشفرض هم عبارت است از منطق تکرار پدیده های تاریخی. یعنی در صورتی میتوان عبرت گرفت از پدیده های تاریخی که تکرار پدیده های تاریخی مفروض دانسته بشود. به عبارت دیگر، تاریخ به مثابه سرزمینی آشنا، کشور و قلمروی مشابه و همسنخ کشور و قلمروی که ما به عنوان مطالعه کننده و به عنوان عبرت گیرنده در اون زندگی می کنیم تلقی بشه. چون می دانید یک بحثی بین نظریه پردازان تاریخ هست و اون این که آیا تاریخ سرزمین و کشوری آشناست یا سرزمین و کشوری بیگانه است. در تلقی اول ما با نوعی این همانی، با نوعی شباهت و تشابه و تکرار روبرو هستیم و اینجاست که عبرت میتواند معنا پیدا بکنه. ما از مورد اول میتوانیم استفاده کنیم، عبرت بگیریم، برای اینکه این عبرت رو درباره مورد دوم، درباره کیس دوم، درباره تجربه دوم که فرض بر این است که شبیه تجربه اول است و تکرار تجربه اول است، استفاده بکنیم. اما اگه فرض کنیم تاریخ کشور و قلمروی بیگانه و ناآشنا باشه و پدیده های تاریخی پدیده های تکرار شونده نباشند، تجربه های نو شونده و کاملا جدید باشند، در اون صورت منطق عبرت کارایی خودش را از دست میده. اگر شما به عنوان مثال با کتاب‌های شبیه تجارب الامم ابو علی مسکوی یا تجارب السلف ابن طباطبا الفخری روبرو میشوید، در واقع منطق تجربه گیری که همان عبرت آموزی است، مبتنی بر منطق تجربه های مشابه و تکرار شونده است. اما اگر آینده و گذشته نه تکرار یک دیگر، نه شبیه هم، بلکه دو جهان متفاوت باشند، در اون صورت دیگر نمی شود سخن از عبرت گفت. تاریخ به معنی امروزی کلمه که از آن ما به نام علم تاریخ یاد می‌کنیم، در اروپا به خصوص کشف قرن 19 هست.
قرن 19 قرن کشف یا ابداع علم تاریخ است. البته در جهان اسلام کشف تاریخ زودتر از قرن 19 اتفاق افتاد، با این تفاوت که اون کشف تداوم و تکامل پیدا نکرد. اگر ما ابن خلدون رو در قرن 8 هجری مصادف با قرن 13 و 14 میلادی در نظر بگیریم، در اون صورت میتوان گفت ابن خلدون در مقایسه با قرن 19 و حتی در مقایسه با کسانی مثل ویکو که وقتی در آغاز قرن 18 کتاب نیو ساینس یا دانش نو خود رو نوشت، در واقع خود رو به عنوان کاشف یا مخترع یک علم جدید معرفی میکرد که همان تاریخ بود. در واقع نیو ساینس یا دانش نو و علم جدید از نظر ویکو علم تاریخ بود. اما ابن خلدون حتی در مقایسه با ویکو فضل تقدم داره و از نظر نزدیکی و قرابت به روح علمی قرن 19 هم نسبت به ویکو حتی تقدم فضل داره، چون منطق خلدونی منطقی است که به تلقی مدرن و قرن 19 همی از تاریخ نزدیکتر است تا منطق جیان باتیستا ویکو، چون ویکو هنوز یه پاش خیلی محکم در الهیات مسیحی است، هنوز تا حدود زیادی وامدار و وابسته به متعلهان قرون وسطایی از جمله کسی مثل یواخیم فیور است، در حالی که ابن خلدون با طرح علم عمران و نگاه در گیومه سوشال ساینسز یعنی علم الاجتماعی که به تاریخ میکنه، علم الاجتماعی که در ترمینولوژی ابن خلدون به نام علم عمران نامیده شده، علم عمران خلدونی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که شامل بسیاری از دیسیپلین هایی است که بعدها در قرن 19 هر کدام به صورت یک دیسیپلین مستقل از تنه دانش و معرفت و فلسفه کلی منشعب میشه و به صورت یک دیسیپلین دانشگاهی و علمی و اکادمیک در قرن 19 و بعد قرن 20 جایگاه خاص خودشون رو پیدا میکنند. ولی در ابن خلدون علم عمران به عنوان علم کلی شامل اقتصاد سیاسی، جمعیت شناسی، جغرافیای انسانی و جغرافیای سیاسی، نظریه دولت و علم سیاست و بسیاری حوزه های شناختی و ادراکی دیگری است که به صورت خلاصه و کلی ابن خلدون از اونها به عنوان علم عمران نام میبره. اما در هر صورت ابن خلدون ادامه پیدا نمیکنه و خود او هم باید چند قرنی
منتظر میماند تا اینکه سرانجام در قرن 19 کشف بشود. کما اینکه ویکو هم در آغاز قرن 18 که کتابش رو نوشت به فراموشی سپرده شد. ویکو هم دوباره در قرن 19 کشف شد توسط هردر. قرن 19 قرن کشف علم تاریخ است و در این دوره هست که با توجه به جایگاه مهمی که علم پیدا میکنه از قرن 18 تاریخ به عنوان یک معرفت و دانشی که شناخت انسان، شناخت جامعه بشری و پیدا کردن راه‌ها و شیوه‌هایی برای تکامل نوع بشر در تاریخ و از تاریخ انتظار می‌رود. کسانی مثل هگل یا کندروسه یا مارکس به عنوان فیلسوف، به عنوان نظریه پرداز اجتماعی و سیاسی دریافته بودند که بدون توجه به تاریخ امکان تکامل نوع بشر، امکان توضیح و تبیین انسان وجود نداره. منتها در قرن 19 دانش تاریخ گرفتار نوعی دترمینیزم شد که بی تأثیر از پوزیتیویزم قرن 19 و بی تأثیر از پیشرفت‌های شایان و سریع علوم طبیعی نبود. اما در این حال منطق مطالعه تاریخ با همون هدفی صورت می گرفت که منطق مطالعه طبیعت. یعنی اگر علم طبیعی از قرن 16 و 17 میلادی و خصوص از وقتی که فرانسیس بیکن کتاب ارغنون نو رو نوشت و به لحاظ متدولوژیک خط فاصلی گذاشت میان جهان قرون وسطایی ارسطو زده و یونانی زده با جهان جدید و نوی که باید به وجود می آمد تغییر روش شناخت و متدولوژی علمی، یعنی تغییر از منطق سوری و قیاسات فرمال ارسطویی به یک منطق تجربی و استقرایی
همراه با مشاهده، تجزیه و تحلیل و رفتن به سراغ خود پدیده‌های طبیعی برای شناخت اونها اولا، ثانیا برای قدرتمند شدن انسان و سلطه او بر طبیعت و مهار پدیده‌های طبیعی و قرار دادن طبیعت در خدمت انسان. چون برخلاف پیشینیان که در علم به دنبال حقیقت بودند، علم مدرنی که با کسانی مثل بیکن شروع شد، علم قدرت بود. علمی بود که به دنبال کسب سلطه است، در درجه اول بر طبیعت. منطق این بود که ما اگر می‌خواهیم ناتوانی‌ها و ضعف‌های خودمون رو در برابر طبیعت برطرف کنیم، نیرومند بشویم در مقابل طبیعت، چون انسان در مقابل طبیعت موجود ضعیفی بود، به این معنی که پدیده‌های طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، شرایط زیست محیطی و آب و هوایی پیش بینی نشده، سرما، گرما و خلاصه آنچه که باعث می‌شد انسان به اسارت طبیعت در بیاد، طبیعت بتونه دیکته خودش رو تحمیل بکنه بر انسان، کما اینکه بر انسان‌های اولیه این طبیعت بود که حکم می‌راند، این طبیعت بود که نوع معیشت انسان، نوع زندگی انسان، خواب و بیداری انسان، مسکن انسان، محل زندگی انسان، همه چیز رو تعیین می‌کرد. حال علم جدید میخواد با شناخت این طبیعت و کشف قانونمندی های اون راهی پیدا بکنه برای اینکه خودش رو از زیر بار سلطه طبیعت آزاد بکنه و بر اون مسلط بشود و بتواند اون رو در خدمت خودش بگیره. خب از این جهت این در واقع یک گام مهم به جلو بود. علم و به خصوص علم طبیعی در صدد است که اولا بتواند پدیده‌های طبیعی رو توصیف بکنه، یعنی از چیستی اونها سر در بیاره، بعد بتواند اونها رو تبیین بکنه، یعنی از چگونگی و چرایی اونها سر در بیاره، بعد بتواند اون رو پیش بینی بکنه و بالاخره بتواند اون رو در خدمت نیازهای خودش قرار بده، خود رو از اسارت اون آزاد بکنه و خواست و اراده خودش رو بر طبیعت تحمیل بکنه. در واقع یک نوع جنگی که بین انسان و طبیعت وجود داشت و در گذشته این طبیعت بود که پیروز این میدان بود و دست بالا رو داشت، حال علم میخواست این معادله رو معکوس بکنه و این انسان باشه که بتواند اراده خودش رو بر طبیعت تحمیل بکنه. همه اینها خلاصه میشد در
اینکه این طبیعت یک جهان قانونمنده. قانونمندی جهان و خارج شدن جهان از انگاره تصادفات لحظه‌ای، از تغییرات کاتاستروفیک و فاجعه آمیز و ناگهانی که به خصوص در جوامع ابتدایی مورد نظر بود، زیرا که تلقی جوامع ابتدایی از طبیعت و فجایع طبیعی و خشم طبیعت، خشم کوه و آتش فشان و دریا، ریشه در هوس‌های خدایان داشت. خدایانی که هوسشون و ارادهشون تابع هیچ گونه قانونمندی نبود و انسان نمیتوانست سر در بیاره یا پیشبینی بکنه که این خورشید چگونه رفتار میکنه، کوه و آتش فشان و دریا چگونه رفتار میکنن، طوفان و باران چگونه رفتار میکنن. تصادف به این معنی که ما نمیدانیم طبیعت چگونه رفتار میکنه، زیرا که رفتار طبیعت تابع هوس خدایانه. اما حالا این تلقی به وجود آمده است که رفتار طبیعت تابع هوس خدایان نیست. رفتار طبیعت تابع یک قانونمندی است و ما اگر بتوانیم این قانونمندی رو کشف بکنیم، هم می توانیم رفتار طبیعت رو پیش بینی بکنیم و هم می توانیم در اون تصرف بکنیم، اون رو کنترل بکنیم و در صورت لزوم بر اساس نیازها و هدفهای خودمون از اون استفاده بکنیم. تاریخ علم طبیعی در طول این 500-600 سال گذشته، یعنی از قرن 16 هم تا امروز، تاریخ همین ماجراست. و البته این علم طبیعی هرچه که پیشرفته تر شد و محصولاتش به صورت تکنولوژی عرضه شد، امکان تصرف و دخالت و کنترل و نه تنها رهایی و آزادی انسان از جبر طبیعت، بلکه فراتر از رهایی و آزادی، سلطه انسان بر طبیعت جلوتر رفت. البته این سلطه امروز مشخص شده است که بی هزینه هم نبوده و نیست، که فعلا من به اون بخشش کار ندارم. یعنی پدیده های زیست محیطی که به گمان من بیش از اون که آثار علم باشه، آثار اسارت علم در دست بورژوازی و در نظام سرمایه‌داری است. خیلی ها این پدیده ها رو، این خشم طبیعت رو که حالا به گونه دیگری داره خودشو نشون میده، مثلا ذوب شدن یخهای قطب و بالا آمدن سطح دریا، مثل به هم خوردن تعادل طبیعت و گسترش نوعی آناکرونیزم در نظم طبیعت، آناکرونیزمی که ما داریم تو زندگیمون تجربه میکنیم. یعنی دیگه الان شما امسال میبینید از زمستان خبری نیست در ایران، یعنی زمستانی که باید سرد و یخبندان باشد معتدل یا گرم است. حالا شاید بهاری که باید معتدل باشد همراه بشود با برف و بوران و سرما و یخ و البته آثار زیانباری که بر بشر وارد میکنه.
اینها البته نتیجه علم نیست، بلکه نتیجه کاربست سرمایه دارانه بر اساس منطق بورژوایی و بر اساس منطق لجام گسیخته نظام سرمایه داری است که به جای اینکه هدفش رو رهایی انسان بگیره، سود رو هدف گرفته، سود حد اکثری و بی حد و مرز. علمی که باید در خدمت انسان می بود در خدمت سرمایه قرار گرفت، علمی که باید موجب رهایی بشریت از جبر طبیعت می بود در خدمت یک نظام غیر انسانی قرار گرفته که تکنولوژی رو که حاصل علمه به جای اینکه صرف رفاه و آسایش، کاهش فاصله طبقاتی، بهبود وضع زندگی انسان‌ها بکنه، در مسیر انباشت و باز انباشت بی پایان سرمایه قرار داده. ولی به هر حال تا اونجایی که به علم و محصولات این علم که تکنولوژی باشه، بشر در مقایسه با گذشته رها شده از جبرهای طبیعت. ما به کمک علم و محصول اون که تکنولوژی باشه، ببینید، جبر فاصله مکانی امروز مقهور شده. شما از طریق همین سیستمی که الان من در خدمت شما هستم، ما در واقع تونستیم بر این فاصله مکانی فائق بیاییم و من در این نقطه نشستم و دارم مستقیم با شما سخن میگم. ما با کشف قوانین طبیعی، انسان با کشف قوانین طبیعی و دستیابی به تکنیک و تکنولوژی، توانسته است بسیاری از کارهایی که در گذشته نمیتوانست بکند رو بکند. بسیاری از آرزوهای ظاهراً تحقق نایافتنی و رؤیاهای ناممکن رو ممکن بکنه. بشر آرزوی پرواز داشت، امروز پرواز میکنه. آرزو داشت مثل پرندگان پرواز بکنه، امروز خیلی بالاتر از پرندگان پرواز میکنه. از طریق تکنولوژی تونسته بر جبر جاذبه فائق بیاد و به همین ترتیب در تمام حوزه. این تلقی از علم خب در قرن 19 به خصوص به دلیل پیشرفت هایی که علم پیدا کرده بود در اون چند قرن به تاریخ هم سرایت کرد و این تصور شکل گرفت که علم تاریخ علمی است که باید با کشف قوانین تاریخی بتواند عامل رهایی انسان از جبر تاریخ بشه. این رویکرد مخصوصا در مارکس خیلی قوی است. مارکس که از نظر آلتوسر مقامش شبیه در تاریخ شبیه مقام داروین هست در طبیعت و در انواع طبیعی. از نظر آلتوسر مارکس کاشف بزرگ قاره تاریخه، نه دیگران. یعنی او بوده است که توانسته است مثل داروین، یعنی اگر داروین توانست کشف بکنه تکامل انواع طبیعی رو در موجودات دیگری از تکیاخته ها و تکسلولی های اولیه تا انسان به لحاظ زیستی و طبیعی، مارکس همین کار رو در تاریخ کرد و توانست با کشف قانونمندی تاریخ
ابزاری در اختیار ما قرار بده که بتوانیم از طریق این ابزار مسیر تاریخ رو کشف بکنیم و در تکامل تاریخی نقش آفرینی بکنیم. کشف منطق تاریخ و قانونمندی تاریخی ابزاری تلقی می شد و هنوز هم می شود نزد کسانی که به تاریخ از منظری ساختارگرا و پوزیتیویستی نگاه می کنند. این که تاریخ یک پدیده قانونمنده و می شود مثل طبیعت با کشف این قانونمندی ما خودمون رو از زیر بار اسارت اون آزاد بکنیم و بعد بتوانیم بر روند اون مسلط بشیم و اون رو در مسیری که خودمان می‌خواهیم هدایت بکنیم. البته در مارکس ما غیر از قانونمندی و جبر و دترمینیزم عنصر عاملیت و عنصر کنشگری انسان هم می‌بینیم. به همین دلیل هستش که در تفسیر از مارکس خب اختلاف نظر وجود داره و قرائت‌های گوناگون مارکسیستی و مکتب‌های مختلف در میان متفکران مارکسی یا مارکسیست وجود داره. ولی به هر حال در اینجا هدف مطالعه تاریخ یکی عبارت است از این که ما بتوانیم تاریخ رو توضیح بدیم، تبیین بکنیم، و دوم این که با کشف سازکارها و قانونمندیها بتوانیم از بازیچه کور و محض تاریخ خارج بشیم و نقش انسانی خودمون رو در ساختن این تاریخ که ساختن خودمون هم هست ایفا بکنیم. دکتر شریعتی متفکر معروف ایرانی در کتاب چهار زندان این بحث رو مطرح میکنه که انسان اساساً با چهار جبر یا زندان به تعبیر او روبروست و تلاش میکنه انسان که از این چهار زندان بیرون بیاد. در واقع انسان شدن انسان همانا رهایی از این زندان هاست. اگر انسان ها از این زندان ها رها نشوند هیچ تفاوتی با حیوانات دیگه ندارن. لذا تاریخ انسان همانا تاریخ رهایی انسان از زندان است. کما اینکه هگل می گفت تاریخ سیرورت حرکت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی است. این تعریفی که هگل از تاریخ میداد
نهایتا تاریخ رو با رهایی و آزادی منتها به سبک خودش توضیح میداد. ناتاریخیت یعنی ضرورت، همون که عرض کردم، یعنی طبیعت. طبیعت یعنی ضرورت. در طبیعت ما با اصل ضرورت روبرو هستیم، اصل ضرورت یعنی اصل جبر، یعنی دترمینیزم، دترمینیزم علمی که متفاوت است از جبر الهی. البته در نظریه های قدیم در میان متفکران، فیلسوفان، متکلمان و متألهان ما با نظری جبر روبرو می شویم، با نظری جبر الهی. جبر الهی که هم شامل حوزه طبیعت می شود و هم شامل حوزه انسان و تاریخ. انسان چه در سطح خرد و فردی و چه در سطح کلان و جمعی. بحث هایی که میان اشاعره و معتزله در قرن اول و دوم و سوم جریان داشت، اشاعره، معتزله، اهل الحدیث، ماتوریدیه و گرایش های مختلف در خصوص جبر و اختیار، ناظر به همین جنبه از بحث بود، نه جبر علمی. یعنی وقتی از جبر اونها سخن میگفتن، مقصودشون جبر الهی بود، مشیت خداوند و نسبت انسان با این مشیت. اما امروز وقتی ما از جبر سخن میگیم، منظور اون جبر علمی است، دترمینیزم یا جبر علمی. طبیعت یک سره محکوم حکم ضرورت و دترمینیزم علمی است. و اگر تاریخ رو ما عبارت بدانیم از گذار از ضرورت به آزادی، آنچنان که هگل می گفت، یعنی گذار از ناتاریخیت، گذار از طبیعت، طبیعت محکوم حکم ضرورت و جبر، به سمت رهایی از این جبر و آزادی، که البته هگل این پروسه رو، این پروسه شدن رو در این حال پروسه آگاهی هم میدونست. یعنی گذار و سیرورت از ناآگاهی به آگاهی. در واقع در هگل آزادی و آگاهی جدایی ناپذیرند. هر که او، به قول مولوی، هر که او آگاه‌تر آزادتر. آگاهی و آزادی. و اما خب مارکس به قول خودش میخواست این بنای هگلی رو که از نظر او روی سر وایساده بود، یعنی روی ایده وایساده بود، روی آگاهی و ایده آگاهی وایساده بود و در واقع تاریخ رو با تحول ایده میخواست توضیح بده، مارکس در واقع آمد و گفت تاریخ حرکتش حرکت بر اساس زیست واقعی انسان، بر اساس شیوه تولید، معیشت و زندگی مادی انسان و به تبع اون مبارزه طبقاتی است که در جامعه جریان پیدا میکنه. و در واقع آزادی و رهایی بیش از آن که این همان بشه با آگاهی،
این همان میشه از رهایی از جامعه طبقاتی، این همان میشه از برداشتن همه مناسبات سلطه در روابط میان انسان ها. منتها این سلطه از نظر مارکس پایه اصلیش سلطه طبقاتی است و سلطه های دیگه مثل سلطه سیاسی یا سلطه جنسیتی یا سلطه قومی، سلطه ملی، همه نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم جامعه طبقاتی و سلطه طبقاتی یک طبقه بر طبقات دیگه است. در نتیجه انسان تابع یک جامعه آری از سلطه طبقاتی نرسیده است، نمیتوان گفت به رهایی و آزادی رسیده است. و کشف قانونمندی های تاریخ برای این است که ما منطق تحول تاریخی رو بشناسیم، سمتگیری تحول تاریخی رو بشناسیم و بعد بتوانیم درست مثل طبیعت با کشف این قانونمندی و منطق تحول سهم خودمون رو در رسیدن به رهایی ایفا بکنیم. بدین ترتیب است که اساساً تاریخ چیزی نیست جز فرایند شدن آدمی، فرایند شدن انسان. شدن انسان از بالقوگی به فعلیت. انسان برخلاف موجودات دیگه، برخلاف حیوانات دیگه، آنچنان که سارت به اگزیستانسیالیست ها میگند و درست هم میگند، ماهیتش رو خودش میسازه برخلاف موجودات دیگه. موجودات دیگه همه قبل از اینکه به وجود بیان ماهیتشون معین شده، یعنی اول ماهیت اونها مشخصه و بعد وجود اونها، در حالی که در مورد انسان برعکسه. انسان اول به وجود میاد، حالا یا خداوند او رو به وجود میاره بر اساس اعتقاد الهیون، یا طبیعت او رو به وجود میاره بر اساس اعتقاد طبیعی. اول به وجود میاد و بعد این خودش هست که ماهیت خودش رو مشخص میکنه. در نتیجه انسان یک طرحه، یک طرح نامشخص و نامعین که توی پروسه شدن مشخص میشه. این پروسه شدن در سطح نوعیش همون تاریخه، تاریخ بشره، یا مثلا تاریخ‌های دیگر در سطوح پایین‌تر از تاریخ نوعی، مثلا تاریخ قومی یا تاریخ ملی یا تاریخ گروهی یا تاریخ طبقاتی یا تاریخ جنسیتی. ولی در هر صورت این تاریخ چیزی نیست جز ظهور و ساخته شدن ماهیت این انسان. این انسان در آغاز ماهیتش مشخص نیست، یه بالقوگی است،
که در پروسه شدن فعلیت و تحقق خارجی پیدا میکنه. خب منتها این انسان برای شدن با موانعی روبروست. به تعبیر دکتر شریعتی گرفتار زندان‌هایی است و رهایی از این زندان‌ها یعنی انسان شدن، رهایی از زندان طبیعت. طبیعت یک زندانه، یک جبره. رهایی از زندان جامعه، رهایی از زندان تاریخ و رهایی از زندان خیشتن. این چهار زندانی است که دکتر شریعتی به اونها اشاره میکنه و میگه که رهایی از اسارت هر کدوم از این زندانها راه و روش خاص خودش رو داره، منطق خاص خودش رو داره. ما با شناخت طبیعت و کشف قانونمندی طبیعت میتوانیم به تدریج دیوارهای زندان طبیعت رو کوتاه بکنیم و اختیار و آزادی خودمون رو بیشتر بکنیم و بریم به سمت آزادی و رهایی از زندان طبیعت. همونطوری که زندان جامعه که علمی به نام جامعه شناسی میخواست در خدمت شناخت جبرهای اجتماعی در بیاد و با شناخت جبرهای اجتماعی راه حل‌های برون رفت از این جبرها و رهایی انسان از جبر جامعه شناختی ارائه بکنه. همینطور علم تاریخ وظیفش شناخت تاریخ و شناخت ضرورت‌ها و جبرهای تاریخی برای این که امکاناتی رو در اختیار انسان قرار بده که بتواند انسان به تدریج از جبرهای تاریخی فاصله بگیره و خودش رو آزاد بکنه. و بالاخره زندان خیشتن فردی که به نظر شریعتی البته کلید و راحل برون رفتش عرفان هست نه علم. علم برای شناخت زندانهای بیرونی به کار میاد، ولی زندان درونی که زندان خیشتن خیش ماست، راه حل‌های ابجکتیویستی و ساینتیفیستی و علمی نیست، بلکه شناخت خودت را بشناسی که سقراط میگفت، و خودت را بشناس و ذکر و فکری که تمام مصلحان و پیامبران و مشعلداران رهایی بشریت در حوزه فلسفه و عرفان و حکمت و معنویت به دنبال اون بودند. ولی مسئله‌ای که در قرن 19 و اواخر قرن 19 به خصوص باعث شد که هگل، نیچه دوباره تاریخ رو، یعنی رشته تاریخ رو، علم تاریخ رو پروبلماتیزه بکنه و بگذاره روی میز و درباره اون به تأملات نابهنگام بپردازه. یکی از نخستین آثار نیچه تأملات نابهنگام نام داره، کتابی است با 4 فصل که در فصل دوم این کتاب نیچه
به تاریخ میپردازه. تأملات نابهنگام، یعنی تأملاتی که خلاف آمد عادت زمان است. میدونید نیچه در قرن 19 میشود گفت یک تفکر غریب است. به همین دلیل هم هست که خیلی ها معتقدن که علارغم این که نیچه در اواخر قرن 19 زندگی میکرده، اما در واقع فیلسوفی است که متعلق به اواخر قرن 20 و حتی قرن 21 هست. یعنی میگن که فیلسوف پسا مدرنی است که در دوره مدرن زندگی میکرده، یعنی منادی دوران بعدی است که هنوز در زمان او فرا نرسیده بود. لذا نیچه اساسا یه متفکر نابهنگام خودش، یعنی یه متفکری است که داره خلاف جریان زمانه خودش شنا میکنه و تأملات نابهنگامش دقیقا به این معناست. نابهنگامیش درباره تاریخ به این دلیله که نیچه ستاینده زندگی بود، ستاینده انسانی بود که بتواند خود رو بر اساس خواست و ارادش بسازه. و اینجا بود که نیچه پرسش از سودمندی و ناسودمندی تاریخ میکرد. فصل دوم کتاب نابهنگام، تأملات نابهنگام، که جداگانه هم چاپ شده، در واقع با عنوان سودمندی و ناسودمندی تاریخ، ادوانتج و دیس ادوانتج، یا سود و زیان تاریخ، فواید و مضار تاریخ. معروف است که نیچه یک متفکر ضد تاریخ بود. این دیدگاه در نگاه اول ظاهرا درسته، اما شما وقتی که فصل دوم تأملات نابهنگام که به صورت کتاب جداگانه عرض کردم چاپ شده، خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، به نام سودمندی و در باب سودمندی و ناسودمندی تاریخ، نیچه میگه که انسان برخلاف حیوان موجودی خودآگاست. انسان برخلاف حیوان که در لحظه زندگی میکنه، حیوان در لحظه زندگی میکنه، حیوان نه گذشته داره نه آینده، حیوان نه به یاد میآورد نه انتظار میکشد. این انسان است که به دلیل تاریخیتش به یاد میآورد و انتظار میکشد. ما از یک طرف با خاطره و حافظمون زندگی میکنیم، یعنی گذشتمون رو به یاد میاریم، و از طرف دیگه به افق آینده و پیش روی خودمون نگاه میکنیم و انتظار داریم. انسانی که انتظار نداره انسان نیست، تاریخ نداره. همونطوری که انسانی که به یاد نمی آورد، یعنی انسانی که تاریخ ندارد، او هم یک انسان نیست. انسان برخلاف حیوان که یک موجود لحظه ایست و البته به همین دلیل شاده، به همین دلیل شاده، چون یکی از عوامل ناشادی، یکی از عوامل خوف و حزن گذشته و آینده است، یعنی گذشته داشتن و آینده داشتن.
انسان به عنوان موجودی که از یک طرف وابستگی به مسیر داره، به اصطلاح پس دیپندنسی، با صدها رشته به گذشته خودش پیوند میخوره و نمیتونه خودش رو از این گذشته منقطع بکنه. عرفای ما به خصوص کسانی مثل خیام، یا مثلا اگر برگردیم عقب به یونان، فیلسوفان کلبی تلاش میکردند برای اینکه غم رو بزدایند و در زندگی فردی امکان شادی فراهم بکنند. یکی از آموزه‌های مهمشون این بود که در لحظه زندگی بکنید. در لحظه زندگی کردن یعنی فراموشی گذشته، مبارزه با یادآوری، مبارزه با خاطره، و از طرف دیگه بستن افق آینده، چشم پوشی از فردا. دیروز و فردا رو کاملا رها کردن و فقط امروز را دریافتن. این که گفتن که صوفی ابن الوقت باشد ای پسر، یعنی همین، فرزند لحظه است. اگر برای شادی فردی این نسخه، این دستورالعمل نسخه کارآمد و مفیدی باشه، میدانیم که برای زیست جمعی و انسانی و ملی نسخه بسیار مضری است و توصیه بسیار خطرناکی است. نیچه نسبت انسان و تاریخ رو سعی میکنه در چارچوب نسبت انسان و زندگی ببینه و تحلیل بکنه. از یک طرف سخنان بسیار تندی علیه تاریخ داره، اما تاریخی که او در تأملات نابهنگام علیهش موضع میگیره تاریخی است که زندگی رو قربانی میکنه. خودش میگه افراطگری در تاریخ باعث شده که زندگی قربانی بشه. زندگی قربانی بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه تاریخیت گرایی و هیستوریسیزم قرن 19 به خصوص در کسی مثل هگل که نیچه جا به جا به او ارجاع میده، چون نیچه از این نظر نقطه مقابل هگله، اون هیستوریسیزم آنچنان گذشته را فربه میکنه و سنگین میکنه که اراده انسان زیر این گذشته له میشه. یعنی بار خاطره، بار گذشته آنچنان سنگین میشه که پای اراده برای زیستن را فلج میکنه. و البته این حرف درستی است. یعنی اگر گذشته تاریخی بر فرد یا جامعه آنچنان بزرگ و سنگین بشود که دائم گذشته بخواد حال و آینده ما رو تعیین بکنه و به ما دیکته بکنه، یعنی اینکه در اینجا اراده ما برای ساختن امروز و فردا محو میشه. در واقع اینجا ما نوعی تقابل بین جبر و اختیار رو میتونیم ببینیم، چون زندگی
ساختن امروز و فردا در گرو مصممیت ماست، یک در گرو اراده ماست، در گرو باور به این است که ما میتوانیم یک جهان نوی خلق بکنیم. اما اگر این گذشته به صورت یک بختک دترمینیستیک و جبری بر ما مسلط بشه، ما به اسارت گذشته خودمون در بیایم، در واقع دیگه ما فاقد اکنون و آینده خواهیم بود. یعنی تمام تاریخ ما میشه گذشته. و نیچه این رو بسیار خطرناک میدید، گویی که این ما نیستیم که امروز و آینده رو، امروز و فردا رو میسازیم، این گذشته است که داره درست مثل یک خدای قهار و همه توانا ما به عنوان انسان رو در دست خودش میگیره، به اسارت خودش در میاره و اراده معطوف به زندگی ما رو فلج میکنه. نیچه از این نظر با این هیستوریسیزم به شدت مخالف بود و او رو یک خطر بزرگی برای زندگی میدانست. این تاریخ تاریخ نافی زندگی است. زندگی یعنی امروز و فردا، یعنی اکنون و آینده. و اینجاست که نیچه در یک تقسیم بندی که میکنه در تأملات ناوهنگام از تاریخ، یا به تعبیر دقیق تر بگیم تاریخ نگاری، یعنی در از علم تاریخ، نه از انتولوژی تاریخ، از معرفت تاریخی، از دانش تاریخ، تاریخ رو بر سه گونه تقسیم میکنه که میگه که هر کدوم از این سه گونه تاریخ ضمن اینکه یک فوایدی دارن، یک کارکردهایی دارن، اما در عین حال یک معایبی هم دارن. تاریخ عظمت، تاریخ اول، تاریخ یادوارگی یا یادآوری، تاریخ دوم، و تاریخ انتقادی، تاریخ سوم. نیچه به خصوص با دو تاریخ اول مشکل داره، با تاریخ عظمت. تاریخ عظمت یعنی تاریخ مردان بزرگ، یعنی تاریخ قهرمانان، یعنی اینکه تاریخی که اکنونیان دائم به او ارجاع میدند و از بزرگانشون و قهرمانانشون ستایش میکنند. و تاریخ یادآوری یعنی تاریخ مسیری که آدمیان آمدند و دائم این خاطره و این حافظه اونها رو به در واقع مسیر گذشته متصل میکنه و اونها میخواهند گذشته را در حال تکرار بکنند، در واقع ادامه یک نواخت گذشته باشند. نیچه ضمن این که برخی فواید مثبت برای هر کدوم از این دو تاریخ قائله، ولی در این حال معتقده که این دو تاریخ دشمن زندگی هستند و خطرناک هستند برای زندگی و برای اکنون و آینده. اما تاریخ انتقادی که نیچه نظر مثبتی رو به اون داره، تاریخی است که به تأمل در گذشته میپردازد و در واقع میکوشد که آنچه را از گذشته میتواند در فراروی از اون به کار بیاد، یعنی امکانیت هایی که در گذشته وجود داشته و نادیده گرفته شده، پنهان شده، مغفول مونده، اونها رو بیرون کشیدن
مطالعه انتقادی تاریخ و دیدن سویه های امکانی و غیر امکانی این تاریخ و به خدمت گرفتن اون برای زندگی، به کارگیری این تاریخ برای ساختن امروز و فردا، اکنون و آینده. این تاریخ، تاریخ کسانی است که در واقع میخوان آزاد بشن. در اینجا من یک رگه هایی، حالا بعد عرض خواهم کرد، یک رگه هایی میبینم که بعدها به خصوص در کار هابرماس خیلی برجسته میشه، چون هر کدوم از این سه نوع تاریخ در نیچه در واقع از سه جهت به انسان تعلق داره. یعنی خودش میگه که هر کدوم از این به اصطلاح سه تاریخ بر اساس سه نوع تعلقی که هر کدوم از اونها به انسان دارند مطرح هست و در واقع هدف مطالعه تاریخ رو تعیین میکنه. سومین نوع که تاریخ انتقادیه، تاریخ از اون جهت هست، یعنی از اون جهت این تاریخ به انسان معاصر تعلق داره که این انسان رنج میکشد و نیازمند آزاد شدن است، چون میخواد از رنجهاش بیرون بیاد و آزاد بشه. به این تاریخ میپردازه. بعد از نیچه در مکتب فرانکفورت، شاید متفکری که در واقع بحث دانش و علم و معرفت رو با بحث اینترست یا تعلق پیوند میزنه به صورت خیلی بارز، البته هابرماس هست. هابرماس میدونی که در اون کتاب دانش و تعلقات میگه که علم و معرفت آزاد از تعلقات نیست. تعلقاتی که در واقع نوعی ترجمه دیگری است از آنچه که هوسرل در اوائل قرن بیستم وقتی که بحث پدیدارشناسی رو مطرح کرد در فلسفه فنومنولوژی و پدیدارشناسی، در واقع به عنوان اینتنشنالیته یا حیث التفاتی مطرح کرد. یعنی آگاهی همواره با حیث التفاتی همراهه. آگاهی به صورت مطلق وجود نداره، اصلا معنی نداره. آگاهی همیشه از یک منظر به اصطلاح التفات توجه و ناظر به یک متعلقه. به قول حسر میگفت که ما آگاهی نداریم، ما آگاهی از داریم. آگاهی از ست نقطه، الا آگاهی به خودی خود که معنی نداره. همیشه آگاهی، آگاهی از چیزیست یا آگاهی به چیزیست. اما این آگاهی به چیزی نیز همواره در آغاز متکی بر یک التفاتیست، متکی بر یک توجهیست، متکی به قول هابرماس بر یک علاقه است، یا یک اینترستیست. و بر اساس همین علاقه هست که ما انواع معرفت داریم. یعنی از هر نوع علاقه ای یک معرفت خاصی ناشی میشه. علوم طبیعی حاصل علاقه
قدرته، حاصل علاقه سلطه است. همچنان که کار حاصل علاقه معاشه، حاصل علاقه تأمین نیازهای مادی است. اساسا رابطه انسان با طبیعت برای تأمین نیازهای مادی است. یعنی ما با کارمون بر روی طبیعت معاشمون رو تأمین میکنیم. انسان از طریق کار و رابطه ای که با طبیعت برقرار میکنه، رابطه ای که به خصوص از زمانی که انسان وارد دوره تولید میشه، غیر از اون دوره اولیه که تقریبا انسان یک زندگی شبه حیوانی داره، یعنی دوره گردآوری خوراک در میان انسان‌های اولیه یه دوره شبه حیوانی و نزدیک به اصطلاح مرحله حیوانی است. حیوانات گردآوری خوراک میکنند، مازاد ندارند، تولید ندارند، چیزی بر طبیعت اضافه نمیکنند. تو جنگل ها، در کوه ها، در دشت، در طبیعت را میفتند و هر آنچه را که در جنگل و زمین و طبیعت و دریا هست و قابل استفاده اونهاست رو میگیرن و ارتزاق میکنن. خب انسان یه مرحله در آغاز این چنین بود، یعنی گردآوری میکرد میوه های جنگل ها، ارزم به حضورتون، از نعمت هایی که وجود داشت در طبیعت، که بعضی ها گفتن در داستان آدم و حوا در واقع اون بهشتی که در کتاب های مقدس ازش یاد میشه مربوط به این مرحله است، که در این حال مرحله ناآگاهی هم هست، مرحله ای است که هنوز انسان چشمشو باز نکرده بود، به تعبیر کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان در واقع اون درخت ممنوعه، اون شجره ممنوعه، شجره علم و بینایی بود که در واقع خورده شد و بعد انسان بینا شد و عصیان کرد و گناه کرد و از بهشت بیرون رفت. ولی در هر صورت انسان از یک مرحله به بعد که وارد تولید میشه از طریق ساختن ابزار، یعنی با ساختن ابزار هست که انسان میتواند روی طبیعت کار بکنه و تولید بکنه. و اینجاست که رابطه انسان با طبیعت بر اساس علاقه بهره‌مندی شکل میگیره، بر اساس علاقه استفاده و معیشت و کار بر روی طبیعت، تا اینکه نهایتاً شما در علم مدرن میبینید که همین پدیده به صورت علاقه قدرت در میاد، علاقه سلطه. یعنی ما چون میخواییم طبیعت رو برش مسلط بشیم، اون رو در خدمت خودمون بگیریم، در خدمت نیازهای خودمون بگیریم، در نتیجه باید برش مسلط بشیم. پس علاقه سلطه راه میبره به علوم طبیعی و علوم پوزیتیویستی. یعنی پوزیتیویزم حاصل علاقه سلطه است و کار سازوکار رابطه انسان هست با اون طبیعت. ما از طریق کار، حالا یا کار ساده یا کار پیچیده یا کار فنی یا کار غیر فنی، به هر حال از طریق کار روی طبیعت سلطه به دست بیاریم یا نیازهای خودمون رو در واقع تامین کنیم. پس علوم طبیعی و علوم پوزیتیویستی به طور کلی حاصل این علاقه است. اما یک
معرفتی دیگری وجود داره که اون معرفت حاصل علاقه دیگری است و اون هم علاقه به فهمه. این علاقه در کجا مطرحه؟ در رابطه بین انسان با انسان. در علاقه اول رابطه انسان با طبیعت و در این علاقه رابطه انسان با انسان. رابطه انسان و انسان حاصلش علومی است که هابرماس بهش میگه علوم هرمنوتیکی، علوم تفسیری. در این معرفت هدف فهم دیگری است. فهم دیگری، درک دیگری و ایجاد نوعی همدلی و همنوایی و برقراری نوعی رابطه انسانی، نوعی کنش متقابل، اینتراکشن، تعامل. تو رابطه انسان با طبیعت تعامل وجود نداره، رابطه یه طرف است، رابطه سلطه است. ولی تو رابطه انسان و انسان کنش دیگه کنش ابزاری نیست، کنش سلطه نیست، کنش ارتباطی است. نقدی که فرانکفورتی ها، بنیانگذاران مکتب فرانکفورت، مخصوصا کسانی مثل هورکهایمر و آدورنو داشتن از روشنگری در اون دیالکتیک روشنگری، مخصوصا این بود که روشنگری که وعده آزادی و رهایی انسان رو سر داده بود و قرار بود این علم زمینه‌های رهایی انسان رو فراهم بکنه، اما در عمل یک سویه تاریک دیگری هم داشت این روشنگری، غیر از اون سویه روشن عقلانیت و علم و آزادی و برابری و اینها، که این سویه تاریک خودش رو نهایتاً در جنگ‌های ویرانگر و هولناک اول و دوم جهانی و بعد در پدیده بی سابقه فاجعه آمیز هولوکاست نشون داد. هولوکاستی که شرم تمام بشریت هست در تمام تاریخش، که اصلا قابل مقایسه با کشتارهای آتیلا و نرون و چنگیز و اینها نیست. و این هولوکاست بدون علم و بدون تکنولوژی ممکن نبود. یعنی علم و تکنولوژی که قرار بود عامل رهایی انسان باشه، شد زمین ساز بزرگترین فاجعه تاریخ. و یک جنبه این بود که رابطه انسان و انسان که میبایستی مبتنی باشه بر رابطه همدردی، همدلی، همفهمی، کنش ارتباطی، کنش هرمنوتیکی، در واقع جای خودش رو داد به همون رابطه‌ای که انسان با طبیعت داره، یعنی علاقه سلطه. علاقه سلطه، البته این علاقه سلطه فقط در روابط درونی جوامع اروپایی نبود، بلکه در روابط میان جوامع اروپایی و جوامع غیر اروپایی هم اتفاق افتاد، که نمونه بارزش استعماره. استعمار، نجات پرستی که قرن 19 و قرن 20 رو سیاه کرده در آسیا، در آفریقا، در آمریکای جنوبی، جایگزین شدن کنش ارتباطی میان انسان با انسان با کنش ابزاری، یعنی نگاه کردن به انسانهای دیگه به عنوان ابژه‌هایی برای سلطه. حالا این سلطه میتونه سلطه یک ملت اروپایی بر یک ملت آسیایی یا شرقی باشه، یا حتی میتواند
روابط سلطه‌آمیز در درون جوامع اروپایی میان این طبقه با اون طبقه باشه، طبقه سرمایه‌دار و طبقه پرولتاریا، یا میان این جنس با اون جنس باشه، زنان مردان، سلطه مردان علیه سلطه زنان، یا علیه بردگان باشه و به همین ترتیب. در واقع انحرافی که تو پروژه روشنگری از نظر هابرماس اتفاق افتاد و اینکه در واقع از قرن 19 به بعد علم به جای اینکه وسیله رهایی باشه تبدیل شد به ابزار سلطه، این استش که رابطه انسان با انسان دوچار تحریف شد. در واقع رابطه انسان و طبیعت آمد تسری پیدا کرد به رابطه انسان و انسان. کنش ابزاری جای کنش ارتباطی رو گرفت. نقدی که هابرماس به دموکراسی بورژوایی وارد میکنه اینه. نقدی که فرانکفورتی ها تحت عنوان صنعت فرهنگ میکنن، که رسانه ها، میدیا، ارزم به حضورتون، آنچه که به عنوان هنر و فرهنگ و اینا در جهان بورژوایی تولید و تکثیر میشه، در واقع این دچار اعوجاج و انحراف شده. یعنی آدم ها اون شأن انسانی خودشون رو، شأن سوژگی خودشون رو در واقع از دست میدن. سابجکتیویته اونها تبدیل میشه به یه ابجکتیویته برای سرمایه و برای علمی که در خدمت سرمایه است و برای مدیا و ابزار و پروپاگاندا و تبلیغات. و بعد تو دموکراسی های بورژوایی هم در واقع این انسان ها نیستند که سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن، این انسان ها نیستن که سیاست و کنش سیاسی و دموکراتیک و انتخابات و فعالیت های از این قبیل بخشی از در واقع شدن انسانیشون باشه، چون سیاست اساسا یک بستری است که انسان از طریق اون میتواند یک بعدی از وجودش رو محقق بکنه، برخلاف اون تعبیری که در جامعه ما از سیاست هست متاسفانه، البته به دلیل اینکه سیاست در واقعیت خارجیش متاسفانه کارنامه ای داره که بعد در فرهنگ عامیانه مردم ما خب نوعی بدبینی ایجاد کرده. یعنی واژه سیاست مدار یه واژه منفی است، یه واژه ایست که به قول سهراب سپهری که میگفت که به جای سیاست مداران بنشانی درخت تا هوا تازه شود. خب یا اینکه سیاست پدر مادر نداره و سیاست گریزی در جامعه ما و نگاه به سیاست به عنوان یه پدیده زشت و شومی که مترادف است با ناحقیقت و دروغگویی و فریب و سرقت و دزدی و خیانت و تمام رذایل اخلاقی خلاصه میشه در یه واژه‌ای به نام سیاست. در حالی که سیاستی که ارسطو ازش یاد میکرد و میگفت انسان حیوانی سیاسی، برای اینکه اساسا این انسان است که سیاسی است، حیوان سیاسی نیست. چرا انسان سیاسی است؟ برای اینکه انسان در پلیس زندگی میکنه. انسان بدون پلیس، یعنی بدون مدینه، بدون شهر، یه انسان نیست. انسان اگر تک بیفته و تک تک در کوه و غار زندگی بکنه که دیگه انسان نیست. انسان موجودی است مدنی، شهری. انسان در پلیس زندگی میکنه و پلیتیک شیوه زندگی این انسان ها در پلیسه. دولت شهرهای یونانی، دولت شهر یعنی
مکانی و فضایی بودند برای اینکه یونانیان بتوانند در این فضا مشارکت بکنند، شهر خودشون رو اداره بکنند و با این مشارکت و اداره شهر امکانهای درونی خودشون رو به عنوان انسان فعلیت ببخشند. حق تعیین سرنوشت، مشارکت در حکومت، مشارکت در زیست جمعی یعنی سیاست، و این انسان است که سیاسی است، حیوانی سیاسی، زیرا حیوانی است مدنی، حیوانی است اجتماعی. خب وقتی این اجتماعیت و این مدنیت منحرف میشه و بعد این روابط انسانی در شهر، در پلیس، در کشور، در جامعه دیگه روابط انسانی به معنی واقعی کلمه نیست، چون روابط انسانی به معنی واقعی کلمه یعنی رابطه خود و دیگری بر اساس چی؟ بر اساس گفتگو و فهم متقابل و دیالوگ. و اساس یک دموکراسی واقعی هم همینه، نه تبلیغات، نه پروپاگاندا، نه میدیا، نه آگهی‌های تبلیغاتی، نه سرمایه، نه القای ایدئولوژی، نه شستشوی مغزی و نه حکم حاکم کلی که در اون رأس نشسته و برای مردم تعیین تکلیف میکنه. اینا همه انحراف از سیاست به معنی دقیق کلمه است. سیاست به معنی دقیق کلمه یعنی کنش ارتباطی مبتنی بر دیالوگ و البته دیالوگ سازنده و انتقادی برای ساختن جامعه و در واقع نظام حکمرانی و تعیین سرنوشت امروز و فردا. در هر صورت اما سومین، من چون فرصت داره میگذره، بله فرصت داره تمام میشه، کمی جمع جورتر عرض کنم، سومین علاقه. پس تا اینجا ما بر اساس دو تا علاقه دو نوع معرفت یا دو نوع علم داریم از نظر هابرماس: علوم پوزیتیویستی حاصل علاقه تصرف و سلطه و کنترل طبیعت، و علوم تفسیری و هرمنوتیکی حاصل علاقه ارتباطی و فهم متقابل میان انسان هاست. سومین علاقه رهاییه، علاقه رهاییه، رهایی از سلطه، رهایی از سلطه. علمی که حاصل علاقه رهایی از سلطه است، هابرماس بهش میگه معرفت انتقادی. شاید بتوان این معرفت انتقادی و نهایتاً علم رهایی بخشی رو که هابرماس ازش حرف میزنه رو به گونه این متصل کرد به تاریخ انتقادی که نیچه از او حرف میزد، با این تفاوت که هابرماس وقتی که از در واقع علاقه رهایی و دانش انتقادی سخن میگه، نمونه و مثالی که برای چنین علاقه و دانشی مطرح میکنه روانکاوی است، علم روانکاوی. در واقع علم روانکاوی اون علمی است که از طریق تأمل در خیش بیمار میکوشد که گره ها و تضادهای درونی خودش رو شناسایی بکنه و از طریق روبرو شدن با اونها خودش رو از اونها رها بکنه. در واقع یکی از روش‌های درمان در روانکاوی خودکاوی و بیان
درونیات و خود ابرازی است. یعنی در واقع سلف مانیفستیشن، خود بیانگری، حرف زدن درباره آنچه ما رو رنج میده در درون، به جای اینکه فرار بکنیم از تضادهای درونی خودمون، اونها رو پیش روی خودمون بذاریم، با اونها روبرو بشیم و در واقع از اونها عبور بکنیم. میدانید که در واقع روانکاوی با فروید شروع شد و یکی از راه‌های درمان بیماران در نزد فروید این بود که کمک بکنه به بیماران که بیمار از طریق بیان رؤیاهای خودش با ناخودآگاه خودش روبرو بشه، یعنی ناخودآگاهی رو وارد عرصه خودآگاهی بکنه تا بتواند اون گره ها رو که به صورت ناخواسته در ضمیر ناخودآگاهش وجود داره و اون رو رنج میده، منشأش رو شناسایی بکنه و از اونها عبور بکنه. علم رهایی بخش که از نظر هابرماس نمونش در واقع روانکاویه، یه علم انتقادی است. و اینجاست که من میخوام برای در واقع تاریخ نتیجه بگیرم که تاریخ نیز به مثابه یک علم انتقادی میتواند و باید در جایگاه یک علم رهایی بخش بنشینه. منتها این تاریخی که قرار تاریخ رهایی بخش باشه، تفاوتش با علم روانکاوی اینه که در روانکاوی فرد خودکاوی میکنه و به عنوان یک سوژه واحد سینگل سعی میکنه که روبرو بشه با سویه های پنهان و ناخودآگاه درون خودش و اون عوامل سرکوب رو کنار بزنه و در واقع انرژی های رانده شده به زیرزمین ناخودآگاه خودش رو آزاد بکنه. در تاریخ رهایی بخش البته ما با فرد روبرو نیستیم، ما با جامعه روبرو هستیم. در تاریخ ما با اولا امکانیت‌هایی روبرو هستیم که در گذشته فعلیت نیافته. یعنی اگر ما فاصله بگیریم از اون نگاه خطی تاریخی که انگار که آنچه در گذشته اتفاق افتاده یک پدیده محتوم ابدی و ازلی در واقع نامشروط بوده که به صورت کلی و یک پارچه و خطی باید اتفاق می افتاده. خیر، تاریخ امکان هاست، یعنی گذشته ای که ما داریم امروز می توانست این چنین نباشد. هر گذشته ای فرقی نمی کنه، امکانات بدیلی در این گذشته وجود داشت. ببینید من مثال بزنم، ما مثلا تاریخ اسلام میخونیم یا تاریخ تشیع میخونیم. این تاریخ تشیعی که ما در پشت سر خودمون داریم یه امکان تحقق یافته است، نه تمام اون چیزی که میتوانست باشد. در واقع این
امکانی که تحقق یافته یکی از اون امکانهایی است که به علل مختلف هژمونیک شده، اما میتوانست نباشه. چنین نگاهی به تاریخ از تاریخ طبیعت زدایی میکنه. یک عامل ضد رهایی بخش در مطالعات تاریخی این است که ما گرفتار نوعی توهم نچرالیزه نسبت به پدیده‌های تاریخی بشیم، گرفتار نوعی فتیشیزم بشیم. ببینید یکی از کارهایی که مخصوصا مارکس تو نقد سرمایه‌داری میخواست بکنه همین بود. و البته در اینجا کار مارکس فاصله میگیره از اون طرز تلقی دترمینیستی و پوزیتیویستی که معمولا مارکسیست های پوزیتیویست از مارکس دارن. نظام سرمایه‌داری و نظریه پردازان و تئوریسین های سرمایه‌داری از آدام اسمیت به بعد سعی میکردن این تصور رو جا بندازن که قوانین جهان سرمایه‌داری مثل قوانین طبیعی است و آنچه که طبیعی است لایتغیر است. طبیعی است چیزی که طبیعی باشه، یعنی غیر تاریخی است، تاریخی نیست. تاریخ انتقادی و تاریخ رهایی بخش میکوشد که نشان بدهد آنچه را که آدمیان تصور میکنند طبیعی است طبیعی نیست. یعنی آن چیزی که به وجود آمده است این محصول تحول تاریخی است، نه ازلی است نه ابدی. بسیاری از پدیده ها در تاریخ وجود داره که ما تصور میکنیم اینا پدیده های طبیعی هستن، در حالی که واقعا پدیده های طبیعی نیستن، پدیده های تاریخی هستن. پدیده های تاریخی هستن به این معنی که یک دورانی سپری شده است که این پدیده ها وجود نداشتند و بعد به وجود آمدند. اگر پدیده ای ازلی نباشه و در لحظه ای و مقطعی از زمان به تدریج تکوین پیدا کرده، پس این پدیده ممکن است در آینده نیز وجود نداشته باشه. یعنی ضرورت وجودیش یک ضرورت طبیعی نیست، یه امکان بوده، یه احتمال بوده، یه کانتینجنسی بوده. بسیاری از پدیده‌های اجتماعی و تاریخی محکوم و حکم کانتینجنسی هستن. کانتینجنسی یعنی امکان ممکن به امکان خاص، ممکن به امکان خاص. ببینید همه ما فکر میکنیم که مثلا دولت یه پدیده طبیعی است، در حالی که دولت یه پدیده طبیعی نیست. یه دورانی در آغاز بر بشر گذشته است که جامعه بدون دولت بوده. یعنی وجود دولت در جامعه مثلا فرض میکنیم وجود مثلا رابطه زناشویی یا وجود روابط مثلا مادی برای تغذیه و زنده ماندن طبیعی نیست. در نتیجه تصور امکان جامعه بدون دولت یه تصور ممکن و منطقی است. اما اگر مثلا ما سرمایه‌داری رو، ما الان داریم در جهان سرمایه‌داری زندگی میکنیم، برخی ممکنه تصور بکنن سرمایه‌داری یک نظام طبیعی است و چون طبیعی است همیشه خواهد بود، ابدی است. فکر میکنن که بازار سرمایه‌داری یه پدیده طبیعی است و در نتیجه ابدی است.
در حالی که مطالعه تاریخی نشان میدهد نه سرمایه‌داری یک پدیده طبیعی است، نه بازار سرمایه‌داری یک پدیده طبیعی است. اینا همه محصول تحولات تاریخی است و در نتیجه تصور و امکان وجود یک جامعه عاری از سرمایه‌داری یا عاری از بازار یه امکان منطقی است و یه امکان تاریخی است. پس در واقع تاریخ انتقادی و تاریخ رهایی بخش با امکانی کردن تاریخ و طبیعت زدائی و دفیتیشز کردن پدیده ها، چون تاریخ غیر رهایی بخش فیتیشیزه میکنه پدیده ها رو، فیتیشیزه میکنه یعنی هر چیز رو بتواره میکنه، دولت رو بت میکنه، سرمایه رو بت میکنه، همه چیز رو خدا میکنه. یعنی بتوارگی یعنی خدا کردن، خدا سازی پدیده ها. در بینش توحیدی ما یک خدا فقط داریم و بس، لا اله الا هو. این معنیش اینه که الهه های دیگه همه ناپایدارن، همه نسبیان، همه امکانیان، هیچ کدوم مطلق نیستن. نه سرمایه مطلقه، نه دولت مطلقه، نه ارزم به حضورتون نهادهای گوناگون، مثلا نهاد روحانیت مطلقه. ممکنه خیلی از ما تصور بکنیم وجود یک نهاد مذهبی و یک طبقه مذهبی به نام روحانیت مثلا در ادیان یا مثلا در اسلام در تشیع یه پدیده طبیعی، در حالی که پدیده طبیعی نیست. خب ما وقتی تاریخ اسلام میخوانیم و وقتی تاریخ تشیع میخوانیم کاملا در میابیم که پدیده‌ای به نام روحانیت محصول یک شرایط خاصی بوده است، یه دوره‌های گذشته که چیزی به نام روحانیت، چیزی به نام یک طبقه روحانی، چیزی به نام یک نهادی با این در واقع ویژگی ها وجود نداشته. پس امکان یک آینده ای که باز چنین وضعی وجود نداشته باشه منطقا و تاریخا قابل تصوره. خب بعد تاریخ انتقادی و تاریخ رهایی بخش تاریخ صدای من که میره، بله خب این صدا برسه کافیه. امکان در واقع تاریخ رهایی بخش تاریخ امکانی است که بدیل های ممکن رو روی صحنه میاره، اولا. ثانیا زندگی رو در پیشاپیش تاریخ می نشانه، آنگونه که نیچه می خواست. زندگی رو در پیشاپیش تاریخ می نشانه، یعنی اینکه عاملیت انسانی، ایجنسی انسانی، اینکه انسان‌ها سازنده تاریخند، سازنده تاریخند. البته اینجا برای اینکه گرفتار نوعی ایدئالیسم کاملا ذهنگرا نشویم و سقوط نکنیم به یک ولونتاریسم ماجراجویانه، من اون جمله مارکس رو میگم که انسان‌ها هستن که تاریخ خودشون رو میسازند، اما در شرایطی که به اونها داده شده، در شرایطی که به اونها داده شده. یعنی همواره ما در یک موقعیت عمل میکنیم، ما سوژه برون از موقعیت نیستیم. اما توجه بکنیم که این موقعیت هایی که امروز ما درش قرار داریم در عین حال خودش یک محصول تاریخی است، یعنی خود این موقعیت ها محصول سابجکتیویتی های تاریخی هستند و ما امروز به عنوان سابجکتیویته و سوژه های تاریخی، یعنی سوژه های تاریخ ساز،
می توانیم آینده ای متفاوت از گذشته بسازیم. در واقع مطالعات تاریخ نگارانه مترقی رو شما اگر نگاه بکنید، این مطالعات از یک طرف میخواد امکانیت هایی که در دل گذشته بوده و بنا به عللی فعلیت نیافته تو سنتی که ما داریم، سنت هایی که سنت مذهبی به عنوان مثال، خب ببینید مثلا ما تو سنت مذهبیمون سنت اعتزالی داشتیم، سنت عقل‌گرایانه داشتیم، سنت انتقادی داشتیم. این سنت ها سرکوب شده، به حاشیه رونده شده و سنت های دیگری هژمونیک شده. اما نباید تصور بکنیم این سنت هایی که هژمونیک شده دیگه فیتیشن، دیگه بوتن، دیگه طبیعتن و چون بوده اند نتیجه بگیریم پس باید باشند، به هیچ وجه. و از طرف دیگه روابط مبتنی بر سلطه در جامعه و در رابطه انسان‌ها با انسان‌ها رو تاریخ رهایی بخش میکوشد که مورد توجه و نقادی قرار بده. و اینجاست که شما در ژانرهای مختلف تاریخ نگاری در این 40-50 سال اخیر به خصوص میبینید که در واقع این تاریخ ها هر کدام به سهم خیش میکوشند سلطه ها رو کشف بکنن و نقد بکنن. مثلا تو تاریخ پسا استعماری سلطه استعماری کانون توجه قرار میگیره، رهایی بخشی پسا استعماری. تو تاریخ نگاری فمینیستی سلطه مردانه و پدرسالارانه مورد توجه قرار میگیره. تاریخ گذشته درسته که تاریخ مذکر بوده به قول رضا براهنی، اما میتونست تاریخ مذکر نباشه. دین گذشته هرچند که زبانش مردانه است، اما این به معنای ازلی و ابدی بودن مردانگی در الهیات نیست. به همین دلیل هستش که تاریخ در واقع زنان، تاریخ نگاری فمینیستی که در جای خودش نوعی تاریخ رهایی بخش هست برای این جنسیت، یعنی برای زنان، میکوشه که این ساختارهای سفت و سخت بسته شده رو تو زمینه‌های مختلف باز بکنه، یعنی به اصطلاح ساخت گشایی بکنه و امکانات موجود در این ساخت رو بیرون بکشه و آشکار بکنه. مثلا ما اگر تاریخ اسلام رو از این دیدگاه مطالعه بکنیم، تاریخ اسلامی که هژمونیک شده به وسیله مورخان، به وسیله دیگر مروجان معارف مثل فقیهان و دیگران، ببینید سلطه مردان و زنان رو طبیعی کرده. اگر زنی معتقد شد که سلطه مرد بر زن یه امر طبیعی است و به زبان دینی یه امر الهی، یعنی به زبان دین به امر الهی میگن امر طبیعی، یعنی میگن خدا خواسته. خب اگر یک مؤمنی، یک زن مؤمنی معتقد شد که سلطه مرد بر زن یک امر الهی است، این سلطه ابدی میشود، ابدی میشود. اما ما با نشان دادن این که این سلطه پدیده تاریخی است، امر الهی نیست، امر الهی نیست، ازدواج یه مرد با، به قول یکی از آیت الله پریروز میشنیدم، آیت الله حیدری، ازدواج یک مرد با بیشمار زن، ایشون میگفت کی میگه با چهارتا، کی گفته چهارتا، بیشمار، چرا بیشمار؟ البته ایشون به صورت انتقادی رو مطرح میکرد و من برام عجیب بود که آیت الله یه چنین دید مترقی داره نسبت به موضوع. بیشمار، چرا بیشمار؟ برای اینکه فقه رسمی میگوید چهار تا زن عقدی، عقد دائم، بیشمار زن موقت. حالا زن موقت کیه؟
زنی است که شما می توانید 99 ساله عقد موقتش بکنید. شما وقتی زنی رو بتوانید 99 سال عقد موقت بکنید، یعنی بی نهایت زن میتونید بگیرید دیگه. تازه حالا بعضی مردم یاد گرفتن، اخیرا شنیدم یاد گرفتن دیگه اصلا عقد دائم نمیکنن، عقد موقت 99 ساله میکنن. چرا؟ برای اینکه وقتی عقد 99 ساله موقت بکنن دیگه نه نفقه براشون واجب میشه، نه ارث به اون زنه میدن، نه هیچ تعهدی به اون زنه دارن، یه پول معینی میدن بهش دیگه. نه، برای اینکه بتونن خودشون رو از اون تعهداتی که توی عقد دائم هست خلاص بکنن. خب چرا نکنن؟ وقتی شرع مقدس یه چنین راهی رو باز گذاشته، مرد باید نادان باشه که از این روش ها استفاده نکنه. خب این فقه ماست. ولی آیا واقعا امامان ما، پیامبر ما چنین چیزی رو خواستن برای زنها؟ خانش ساخت گشایانه از تاریخ و بیرون کشیدن امکانهای سرکوب شده و به حاشیه رونده شده یه روش تاریخ راهی بخش. و در تمام مطالعاتی که تو شاخه های مختلف این تاریخ راهی بخش شما میبینید که خوشبختانه در این به خصوص از دهه 70 به این طرف شما ببینید، تاریخ سوالتر، تاریخ فرودستان، بلک هیستری، تاریخ سیاه پوستان، تاریخ زنان، تاریخ بردگان، مورخان مترقی تو شاخه های مختلف، تاریخ از پایین، هیستری فرام بیلو. شما ببینید مثلا تاریخ آمریکا رو نگاه کنید، کتابایی که در مورد تاریخ آمریکا نوشته شده، و بعد برید تاریخ ارزم به حضورتون زین رو نگاه بکنید. هواردی زین، مورخ مترقی و انتقادی آمریکا. تاریخش رو ببینید، تاریخ مردم آمریکا رو. تاریخ های رهایی بخش که تاریخ مردمه، تاریخ از پایینه، تاریخ فرودستانه، تاریخ سیاه پوستانه، تاریخ استعمارزدگانه، تاریخی است که میکوشد اولا رو در روی سلطه بایسته، ثانیا امکانات سرکوب شده رو در گذشته بیرون بکشه، صداهایی که سرکوب شده و به حاشیه رانده شده اون صداها رو امکان بیانش رو بده، من اولین باری که با این نوع تاریخ آشنا شدم شنیدن سخنرانی و بعد خوندن پیاده شده این سخنرانی دکتر شریعتی بود. آری این چنین بود برادر. دانشجویان عزیز خواهش میکنم برید بخونید این متن، برید بخونید این متن. من هنوز دانش آموز بودم که این متن خوندم، اصلا نگاه هم به تاریخ عوض شد با خوندن همین. یه متن کوتاهی هم هست، آری این چنین بود برادر، درباره بردگانه، درباره بردگانی که اهرام مصر به قیمت کشته شدن اونها زیر اون تخت سنگهای عظیم بالا رفت، اما جسد هیچ کدومشون مومیایی نشد در اون اهرام ها که بماند ابدی بشود به یادگار، نام هیچ کدومشون در تاریخ نماند. یک چهره تمدن، چهره سیاه تمدنه از هر نظر که نگاه، چه فرویدی نگاه بکنی، در اون کتاب معروف فروید تمدن و ناخشنودی های آن از منظر روانکاوی البته و دیدگاه فرویدی، و چه از منظر اجتماعی و طبقاتی نگاه بکنی که چگونه این تمدنی که ساخته شده یک سویه تاریک داره، یک سویه تاریک داره. این بناهای عظیم و باشکوهی که ساخته شده به دست کیا ساخته شده؟ ما نامشون رو نمیدونیم. کسانی که زیر این بار له میشدن، کشته میشدن، همونجا ممکن بود دفن بشن. این سرمایه‌داری که شما امروز میبینید، بخونید تاریخ سرمایه‌داری رو، ببینید در قرن 18 و 19 کارگرانی که این سرمایه‌داری بر گرده اونها بالا رفت
چه وضعیت سیاه و فلاکتباری داشتن در منچستر و سایر نقاط انگلستان و بعد بقیه اروپا. به هر حال این ژانرهای تاریخ مترقی نهایتاً بعد میخواد چه کار بکنه؟ میخواد حالا این اعتماد به نفس رو بده به این سرکوب شدگان و این فرودستان که شما میتوانید سرنوشت را از سر بنویسید، باید سرنوشت را از سر نوشت. کاری که ایپی تامسون مورخ بریتانیایی و مترقی و در حلقه تاریخ نگاری از پایین، تاریخ از پایین کرده، در کار تکوین طبقه کارگر در انگلستان که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده رو بخونی، میگه چی تو مقدمه؟ میگه من این تاریخ رو می‌نویسم تا به طبقه کارگر عملیات ببخشم، عملیات اونها رو دوباره وارد تاریخ بکنم، یعنی کمک بکنم که این اعتماد به نفس پیدا بشه و برای خودشون ایجنسی قائل بشن، عملیات قائل بشن و در واقع تبدیل بشن به سوژه تاریخ به جای ابژه تاریخ. وقت من تمام و عرضم به حضورتون، بله یا انتراکت هم اگه میخواید بدید بدید. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز. خب پرسشی که آقای پوراحمد، دکتر پوراحمد کردند در مورد هولوکاست، نه اون هیچ اندیشمند جدی راجع به هولوکاست تردید نداره. چیزی که هست گاهی راجع به تعداد اونها اختلاف نظرهایی وجود داره که چقدر بودن، آیا 6 میلیون بودن، بیشتر بودن، کمتر بودن. ولی هولوکاست یک پدیده اصلا بی سابقه است که به طور صنعتی و سیستماتیک با برنامه انبوه انسانها رو در واقع وارد کوره های آدمسوزی، وارد خانه های گاز بکنند و بعد حتی از بدن اونها استفاده کنند برای ساختن صابون و محصولات صنعتی. این اصلا یک جنایتی است که واقعا کسی اگر بخواد یک ذره در فاجعه آمیز بودن او تخفیف قائل بشه، به نظر من در واقع یک غفلت حداقل خطرناکی خواهد کرد که میتونه این جنایت در آینده باز هم تکرار بشه. اما کاری که آمریکایی کردن در اواخر جنگ جهانی دوم و بمباران دو شهر ژاپن، اون هم البته یک جنایت بود، قطعا جنایتی که صرفا در اثر رقابت با اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق اتفاق افتاد و بعد توجیهاتی که آمریکایی‌ها سعی کردن بکنن، توجیهات ناموجه که مثلا اگر این شهرها بمبارون نمی‌شد جنگ ادامه پیدا می‌کرد و منجر به تلفات و کشتار بیشتری می‌شد، در حالی که امروز کاملا تاریخ جنگ جهانی دوم نشون میده که در واقع این آمریکایی‌ها بودن برای اینکه عقب نیفتند از شوروی که به سرعت پیشروی کرده بود تا برلین و ژاپنی‌ها هم دیگه امکان ادامه جنگ نداشتن، صرفاً برای اینکه هژمونی آمریکا تحمیل بشود و البته اولین تجربه به کارگیری این سلاح ضد بشری یعنی بمب اتم رو آزمایش بکنن و در واقع به کار بگیرن، مرتکب اون جنایت بزرگ شدند. هر دو جنایت بود بدون تردید، اما اگر ما بخوایم جنایت هولوکاست رو کم رنگ بکنیم به بهانه جنایت دیگر، ناخودآگاه به نظرم شریک جنایتکارانی میشویم که مرتکب اون فاجعه ضد بشری شدند. در مورد سوال
فوکو، بله فوکو، فوکو اساسا قصدش از به اصطلاح کارهایی که در تاریخ کرده دقیقا همینه، یعنی میخواد با تعریف دیگری که از قدرت میکنه، با تعریفی که از در واقع نظمهای ساخته شده در دوره مدرن بکنه، امکان مقاومت ایجاد بکنه و اینکه در واقع نگاه ما به قدرت از دید فوکو در واقع تغییر پیدا بکنه. یعنی ما دیگه قدرت رو فقط قدرت نهادینه در هیئت یک دستگاه رسمی به نام دولت نبینیم. قدرت یک پدیده منتشر هست در روابط پزشک با بیمار، در رابطه معلم با دانش آموز یا دانشجو، در رابطه پلیس با شهروند و در هر رابطه انسانی میتونه در واقع قدرت وجود داشته باشه. و اینکه ما در واقع باید تلاش بکنیم که از طریق فعال کردن شهروندان و ایجاد امکانات برابر، مناسبات رو از مناسبات مبتنی بر زور و قدرت یک طرفه میان سوژه قدرت و ابژه قدرت وارد در واقع یک مناسبات برابر و عادلانه بکنیم که در این تعاملات و روابط انسانی همه آدمیان موقعیت سوژگی و سابجکتیویته خودشون رو پیدا بکنند. و عرضم به حضورتون در واقع فوکو با کارهایی که کرده در مورد حالا زندان، نظام به اصطلاح دیسیپلینری و انضباطی، درباره آسایشگاه، درباره دیوانگان، در واقع میخواد فوکو دقیقا نشون بده که این پدیده ها پدیده های طبیعی نیستن، یعنی طبیعت زدائی بکنه از این پدیده ها و امکانیت اونها رو برملا بکنه و فاعلیت آدمیان رو حتی از سطح خرد، یعنی تو میکروفیزیک، در واقع میکروفیزیک قدرت و اینکه شهروندان چگونه میتوانند از سطح میکروفیزیک قدرت با مقاومتی که در سطوح خرد میکنن در روابط کوچک ارزم به حضورتون بینافردی و درون گروهی به تدریج در واقع قدرت زدائی بکنن از مناسبات انسانی و در واقع راه رو باز بکنن برای حرکت به سمت جامعه‌ای که زور و قدرت به اصطلاح در اون به صورت یک طرفه و از بالا به پایین جریان پیدا نکنه. فوکو حتی اونجایی که در واقع داره به اصطلاح نظام معرفتی رو مورد پرسش قرار میده و نسبیگرایی یا نسبیتگرایی رو مطرح میکنه در حوزه اپیستمیک و معرفتی، باز دقیقا منظورش همین هست. چیزی که وقتی وارد کشور ما میشه متاسفانه به اصطلاح کاربرد عکس پیدا میکنه، یعنی کسانی مثل فوکو یا به طور کلی کسانی که ما معمولا به عنوان متفکران پسامدرن میشناسیم، اینا اتفاقا هدفشون به چالش کشیدن قدرت و تمامیت خواهی نظمها، چه نظمهای اپیستمیک و معرفتی چه نظمهای نهادی بوده است، که میخوان نقد بکنن در واقع بورژوازی رو، نقد بکنن نظام دانش و اپیستمولوژی بورژوازی و نهادهای گوناگون انضباطی و تأدیبی که در دوران مدرن به وجود آمده. ولی این وقتی که وارد کشور ما شد توی این یکی دو دهه اخیر متاسفانه تبدیل شد به یک دستمایه و ابزاری برای دیدگاه‌ها و جریان‌های ارتجاعی ضد مدرن، در حالی که می‌دونیم فوکو ضد مدرن نبود. فوکو
میخواست در واقع مدرنیته رو نقادی بکنه و در جهت در واقع برابری بیشتر اون رو به پیش ببره. یعنی نسبیگرایی فوکو به این معنی نبود که ما بتوانیم مثلا جنایت داعش و جنایت‌های ارزم به حضورتون بنیادگراها رو در کشورهای اسلامی به عنوان اینکه مثلا حقوق بشر نسبیه و چون نسبیه ما لزومی نداره اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول بکنیم، ما لزومی نداره منع شکنجه رو بپذیریم و اسم شکنجه رو عوض کنیم، مثلا بکنیم تعزیر، با تغییر نام شکنجه همون شکنجه رو اعمال بکنیم. فوکو نمیخواست این کار رو بکنه، ولی در کشور ما و بعضی از کشورهای دیگه فوکو و امثال فوکو تبدیل شدن به یک دستاویزی برای توجیه در واقع گفتمانهای پیشا مدرن ضد مدرن، برای توجیه گفتمانهای ضد حقوق بشر، ضد دموکراسی. چون ببینید مدرنیته و دموکراسی رو از دو موضع میشه نقد کرد، یکی از موضع مادون مدرنیته، مادون دموکراسی، و یکی از موضع ماورای دموکراسی و ماورای مدرنیته. یعنی در واقع همون نقدی که به عنوان مثال هابرماس از مدرنیته میکنه. دموکراسی بورژوایی البته و صد البته ترجیح داره بر رژیم های دیکتاتوری تک نفره در کشورهای جهان سومی و اسلامی، اما این معناشون نیست که این دموکراسی دموکراسی تمام و نهایی است. خیر، دموکراسی دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مستقیم و گفتگویی، دموکراسی است که انسان‌ها با یکدیگر تعامل بکنند و در این تعامل در واقع خودشکوفایی و فعال شدن خودشون رو تجربه بکنند، در حالی که دموکراسی بورژوایی دموکراسی صندوق رأیه. تازه همین دموکراسی صندوق رأی و دموکراسی رپرزنتیتیو یعنی نمایندگی که مردم هر 4 سال یه بار بیان پای صندوق رأی و بعد اون پروپاگاندا و تبلیغات و سرمایه و تمام اون شستشوی مغزی و القاء ایدئولوژی که صورت گرفته بیاد و به اصطلاح به طور خودکار و اتوماتیک تبدیل بشه به یه رأی که توی صندوق انداخته بشه. اون نقدی که دکتر شریعتی میکرد بر این دموکراسی، میگفت دموکراسی رأس هاست نه دموکراسی رأی ها. یعنی واقعا دموکراسی رأی نیست، دموکراسی نیست که آدم‌ها خودشون مستقلاً انتخاب کرده باشن، بلکه گویی از قبل براشون یک دستگاه دیگری انتخاب کرده و اونها صرفاً به صورت یک ماشین اتوماتیک این رأی‌ها رو میندازن توی صندوق و این ماهیتاً هیچ تفاوتی نمی‌کنه با مثلا فرض می‌کنیم دموکراسی که توی قبیله وجود داره که رأی تمام قبیله تکرار رأی شیخ قبیله است. در واقع عملا اونجا یه رأی وجود داره، اونم رأی شیخ قبیله است. تو دموکراسی سرمایه‌داری هم در واقع این دموکراسی، دموکراسی سرمایه است، دموکراسی سرمایه‌دار هاست و این صندوق رأی در واقع صندوق رأی شهروندان و آزاد و آگاه و فعالی که مشارکت بکنن در سیاست و از طریق مشارکت در سیاست نه فقط دولت رو بسازن بلکه خودشون رو هم بسازن، از طریق یک رابطه گفتگویی زنده فعال که در این گفتگوها در واقع همه شهروندان رشد بکنن از نظر فکری و از نظر سیاسی. ولی خب ما میبینیم که در کشورهای جهان سومی، در کشورهای آسیایی و آفریقایی و اسلامی، حتی همین صندوق رأی هم بی‌معنیه. یعنی در همین صندوق رأی هم تقلب میشه، در همین صندوق رأی هم اون ارگانهای بالاسری هستند که در واقع نهایتاً تعیین میکنن، هم اولش رو کنترل میکنن که چه کسانی اساساً میتونن کاندیدا بشن و اونهایی رو که نمیخوان فکر میکنن که اینها کاندیداهای خطرناک هستند، کاندیداهای منتقد و معترض هستند، غیر خودی هستند و و و همون اول کار اونا رو تصفیه میکنن و بعد یه چند نفر محدود رو میفرستن جلو به مردم میگن بیا اینا رو رأی بدید.
و بعدم وقتی مردم رأی دادن باز اونها میرن مهندسی میکنن، میشینن توی اون اتاق مخصوص و خلاصه بالا و پایین میکنن عددا و رقما رو و بعد یه چیزی رو اعلام میکنن. خب یعنی میخوام بگم که فکر نکنیم نقد دموکراسی نمایندگی بورژوای غربی معنیش اینه که آنچه که در کشورهای جهان سومی وجود داره پس درسته. خیر، نقد اون دموکراسی برای دموکراسی بیشتر هست، برای دموکراسی است که واقعا مردم و به خصوص شهروندان آگاه و آزاد نه فقط انتخاب دولت بکنن. سیاست فقط 4 سال یک بار نباشه، سیاست در تمام زندگی آدمیان و در تمام سطوح به صورت دموکراتیک اعمال بشه. یعنی هم دانشگاه به صورت دموکراتیک اداره بشه، هم کارخانه به صورت دموکراتیک اداره بشه، هم تمام عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی به صورت دموکراتیک اداره بشه، که این اداره دموکراتیک فقط ساختن یک نهادی برای اعمال قدرت نیست، بلکه نوعی همکاری و همزیستی است که آدم ها از طریق مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعیشون از مرحله حیوان بودن تبدیل میشن به انسان، یعنی میشن حیوان سیاسی به قول ارسطو. و اینجاست که اتفاقا از یک جهت در کشورهای اروپایی پست مدرنیست ها در واقع مدرنیته رو نقد میکنن برای اینکه از مدرنیته فراتر برن، نه اینکه برگردن به عقب. یعنی کسانی مثل فوکو طرفدار حکومت پاپ که نبودن، که طرفدار حکومت های قرون وسطایی که نبودن، که طرفدار ولایت پاپ و نمیدونم شاه که نبودن، که بگن دموکراسی بده پس باید برگردیم و برسیم به مثلا ولایت مطلقه پاپ اعظم. اما سوال دیگری که فرمودن در مورد خب ابوزید رو کامنت گذاشتن، در واقع سوال در مورد کتاب، من چند تا کتاب رو خب نام بردم. ببینید دانشجویانی که میخواهن با ادبیات تاریخ رهایی بخش آشنا بشند کارهای زیادی در این زمینه هست. کارهای مورخان پسا استعماری در هند، هومی بابا و امثال او تو ادبیات به اصطلاح مطالعات پسا استعماری پست کلونیال، در ازم بزرگتون تاریخ از پایین من نام ای پی تامسون رو بردم، میشه نامهای دیگری هم ازم بزرگتون در همون حلقه نام برد، کسانی مثل ازم بزرگتون در واقع پری اندرسون و با چیز بله هابسبام، اریک هابسبام و اون مجموعه ای که در واقع مورخان بریتانیایی از پایین رو تشکیل میدن، کریستوفر هیل. یا مثلا در مورد تاریخ آمریکا من هواردی زین رو معرفی کردم، بخونید کتاب هواردی زین رو. و کسانی که در واقع تاریخ مردم می نویسن، تاریخ history of people یا people history می نویسن. و همینطور باز مطالعات تاریخ رهایی بخش در حوزه همین تاریخ نگاری فمینیستی ادبیات خیلی گسترده‌ای وجود داره. به هر حال شاخه های مختلفی که هر کدام در یک حوزه ای دارن مطالعه می کنن و در واقع این حوزه ها تاریخ زنان، تاریخ سیاه پوستان، تاریخ کارگران، اینها همه در واقع از جنس تاریخ رهایی بخش است که شما اگر علاقه من باشید میتونید اونها رو مطالعه بکنید. خب سوال دیگر آقای دکتر پوراحمد یک سوال دیگری هم نداشتن؟ 2 سوال داشتن. آها، درباره حضرت علی پرسیده بودن آقای دکتر پوراحمد. آقای دکتر پوراحمد عزیز، ببینید حضرت امیر در پاسخ به خوارج میفرمایند لا بدن الناس من امیر برن او فاجر. خب این حرف درسته، این حرف درسته در اون موقعیت تاریخی و حتی در این موقعیت امروزی که ما قرار داریم. ببینید نهاد دولت نهادی است که تحت شرایط و مقتضیات خاص تاریخی به وجود اومده.
یعنی یه نهاد کارکردی است و مثل هر نهاد کارکردی دیگری بقایش در گرو فانکشنالشه. زمانی در آینده خواهد رسید که این نهاد دیگه دیسفانکشنال میشه، دیگه ناکارکرد میشه، دیگه اون مقتضیات و ضرورت پیدایی خودش رو از دست میده و اونجاست که ما میتوانیم بگوییم در آینده بله ما امکان تاریخی و منطقی جامعه بدون دولت رو میتونیم داشته باشیم. شما آنارشیزم رو به نظرم دارید خیلی بدون دقت اکادمیک به کار میبرید. آنارشیستا در قرن 19 یک جریان انقلابی رادیکال رهایی بخش بودن. این معنای عامیانه و بازاری خیلی سطحی که از آنارشیزم به گوش همه شما خورده رو بذارید کنار. خواهش میکنم بری و مثلا توی انسایکلوپیدیای استنفورد مدخل آنارشیزم رو بخونید. آنارشیزم اساساً فلسفه ضد سلطه است. منتها آنارشیست‌ها نمیگن که همین الان ما دولت رو از بین ببریم. که جامعه قطعاً هر جامعه یک نظمی میخواد. منتها ما نظم داریم تا نظم. نظم از بالا داریم، نظم از پایین داریم. نظم خودانگیخته مشارکتی همه مردم رو داریم، نظم سرکوبگر اقتدار آمیز فرد به نام شاه یا یک عرضم به حضورتون دستگاه به نام پولیتبوروی مثلا فرض میکنیم استالین رو داریم. نظم سرکوبگر و نظم مشارکتی دموکراتیک. جامعه حتما نظم خواهد داشت. دولت به صورت یک نهاد سلطه و از بالا یه نظم تاریخی است که از یه دوره‌ای به وجود اومده تا الان هم ادامه داره، ولی در آینده ممکنه این منطقه نظم، این منطقه نظم در واقع جای خودش رو بده به یک منطقه درونزای خودجوش. شما من فکر میکنم که باید در عین حال برای اینکه این اشکالت رفع بشه مدیریت و دولت رو از هم تفکیک بکنید. جامعه حتما مدیریت میخواد، منتها مدیریت الزاماً دولت نیست. این رو با هم اشتباه نکنید. لذا من منطقا عرض میکنم بله در آینده شرایطی در تاریخ به وجود خواهد آمد که انسانها اونقدر از نظر فرهنگی رشد بکنند و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اونقدر تکامل پیدا بکنه که دیگه لازم نباشه آدم‌ها بیان آنچنان که هابس میگفت یه لویاتانی رو بپذیرن و بگن آقای لویاتان، آقای دولت، آقای شاه، آقای ولی، ما همه این اختیارات و قدرت رو میدیم به شما که شما از اون بالا امنیت و نظم رو برقرار بکنید و هر کس که خطا کرد رو بگیرید، شکنجه بکنید، زندان بکنید، اعدام بکنید، مجازات بکنید. ببینید یه پدیده‌ای هست عزیز من، آقای دکتر پور احمد عزیز، ببینید شما پول رو الان دارید. پول، خب ببینید پول الان یه نهاده، خب یه دفعه هم که نمیشه از بینش برد، ولی پول یه نهاد تاریخیه. یه دورانی بر بشر گذشته که نهاد پول در اون وجود نداشته، بعد این نهاد پول به وجود اومده و بعد تحول پیدا کرده. الان شما ببینید پولای دیجیتال، ما در دوره قازان‌خان وقتی میخواستن پول کاغذی رو جایگزین سکه بکنن جامعه پس زد در ایران، ولی همون موقع در چین پول کاغذی وجود داشت. خب پول کاغذی از دوره قاجاریه در ایران به وجود آمد. قبلش پول به اصطلاح فلزی بود، یعنی مسکوکات بود. الان در دنیا به تدریج این پول کاغذی داره تبدیل میشه به پول دیجیتال. الان من فکر میکنم بسیاری از شما دیگه موقع خرید دست نمیکنید تو جیبتون، نه پول در بیارید، پول کاغذی در بیارید، نه سکه، کارت اعتباری دارید. یعنی با کارت اعتباری اون کارکرد پول که کارکرد واسطه داد و ستد بود، یک
دو کارکرد ذخیره ارزش بود به صورت پسنداز در جای خودش رو داده به در واقع کارکرد اعتباری به صورت این کارت ها. حالا بعد به تدریج الان مثلا بیت کوین داره جایگزین میشه، حالا ممکنه تا 10 سال 20 سال 30 سال دیگه نمیدونم، کاملا پولی به نام بیت کوین در واقع تبدیل بشه به اصطلاح پول. در این حال در یک آینده بلند مدتی میشه فرض کرد که اساسا رابطه کالایی در جامعه به کلی از بین بره. آقای پور احمد که یک شیعه خوب و ارزم به حضورتون معتقد هستن میدانن که در روایات مربوط به امام زمان ما در جامعه مهدوی نهایی تاریخ، یعنی جامعه آخر زمانی امام زمانی، تو روایات و احادیثمون داریم که در اون جامعه دیگه اصلا خرید و فروش به این معنی وجود نداره. یعنی اینقدر تولید انبوه صورت میگیره که چون ببینید مبادله کالایی حاصل ناهمترازی تولید و عرضه از یک طرف با تقاضا از طرف دیگه است. اونجایی که بین عرضه و بین تقاضا همترازی باشه، بلکه عرضه بیشتر از تقاضا باشه، اصلا دیگه مبادله کالایی بلا موضوع میشه، بی‌معنی میشه. ببینید شما امروز هیچ کدومتون نمیرید هوا بخرید برای تنفس. چرا؟ چون اکسیژن و هوا اینقدر زیاده که در واقع با تقاضایی که براش وجود داره بسیار به اصطلاح ناهمترازی داره، کسی نمیره بخره. ما چیزی رو وارد مبادله کالایی میشیم که کمتر از نیازها و تقاضاها باشه. حالا شما در نظر بگیرید یه جامعه‌ای در آینده بسیار دور که تمام نیازهای انسان بتواند بدون خرید و فروش تامین بشه. در اونجا دیگه اساساً هر گونه کارکرد مبادله‌ای بلا موضوع میشه و کنار میره. دولت هم همینطوره، سایر نهادها هم همینطوره، ولی خواهش میکنم دیدتون رو بلند مدت و تاریخی بکنید. بنده به هیچ وجه معتقد نیستم که امروز باید دولت از بین بره. امروز توی این ایران اگر دولت از بین بره یک هرج و مرجی میشه و ارزم به حضورتون نه. ولی به لحاظ تاریخی و منطق تحول تاریخی ما در واقع میتوانیم بگوییم که این به اصطلاح پدیده در آینده امکان رفعش وجود داره، همونجوری که امکان رفع سرمایه وجود داره، نهاد پول وجود داره و خیلی نهادهای دیگری که اینها نهادهای تاریخی هستند، تاریخاً به وجود آمدند و تاریخاً هم از بین خواهند رفت. خیلی متشکرم. سوال بفرمایید. نه ببینید، در مورد فلسفه تاریخ، خب در واقع معانی مختلفی داره فلسفه تاریخ. معمولا پست مدرن ها با فلسفه تاریخ هگلی مخالفن، یعنی یه فلسفه نظری که مبتنی بر یک کلیت و یک توتالیته تمام عیار جهان شمول هست که به خصوص نمود بسیار بارز و شاخصش هگل و فلسفه تاریخ هگل هست. اما در این حال پست مدرن ها فلسفه تاریخ خاص خودشون رو دارن دیگه. یعنی شما هیدن وایت رو ببینید، انکر اسمیت رو ببینید، آلن مانسلو رو ببینید، اونا هم فلسفه تاریخ خاص خودشون رو دارن. خیلی متشکرم. خدا نگهدار همه شما با.